شما بینندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. شیوا محبوبی هستم و این برنامه رو، برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی رو خدمتتون تقدیم میکنم. این برنامه برنامه‌ای است از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. امیدوارم هر جای دنیا که هستین بتونین تا آخر برنامه با ما باشین. این برنامه به مدت 2 ساعت هستش به صورت زنده. شماره های تلفن پای صفحه تلویزیون هستن و شما عزیزان میتونین با ما تماس بگیرین و در این برنامه شرکت بکنین. طبعا خطای تلفن به زودی باز خواهند شد و ازتون میخوام که بیان رو خط تلفن و پیام همبستگیتون رو به خانواده های زندانیان سیاسی بدین. طبق معمول در این برنامه طبعا نگاهی خواهیم داشت به چند خبر. امروز مصاحبه‌ای براتون در نظر نگرفتیم و اما شما عزیزان میتونین در این برنامه شرکت بکنین و مهمان این برنامه باشین. و اما در این حال در طول برنامه چند تا کلیپ که برامون ارسال کردن خدمتتون میدیم. یکی در رابطه با، فکر میکنم قبل از همین برنامه خدمتتون در واقع نشون داده شد، برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد داریوش و پروانه فروهر و همطور برنامه که علیه اعدام و برای زندانیان سیاسی بود در استکهلم سوئد، که این از سوی مادران پارک لاله و کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی بود، که این دو تشکل هر هفته در واقع در میدان اصلی شهر استکهلم برنامه‌ای برای در حمایت از زندانیان سیاسی دارن. این کلیپ رو مشاهده کردین. کلیپ دیگه ای رو داریم که در طول برنامه بخش‌هایش رو خواهیم دید، از اعتراض در روز جهانی حقوق بشر، همینطور کلیپی در رابطه با حمایت از زندانیان بیمار، حرکت سمبولیک اعتراضی که مجدداً در استکهلم سوئد در 14 دسامبر صورت گرفته بود، و در آخر برنامه کلیپ خیلی زیبایی به اسم لالایی های زندان رو خدمتتون تقدیم میکنیم، که این کلیپ در واقع از سوی کمپین حمایت از کودکان والدین زندانی درست شده که اون رو خواهید دید. اما احتمالاً خیلی از شما از خبری که اتفاق افتاده بود در رابطه با پیمان عارفی خبر دارین. دیشب شب یلدا بود، خیلی ها دور هم بودن، طولانی ترین شب سال. اما این شب دیشب در واقع برای خانواده پیمان عارفی خیلی طولانی تر از معمول بود و شبی نبود که خانواده شون دور هم نشسته باشن و شب یلدا رو دور هم باشن، چرا که نه تنها پیمان عارفی در میانشون نبود و در زندان بود، بلکه به سوگواری همسر پیمان و مادر پیمان نشسته بودن. خبر واقعا دلخراشی که دریافت کردیم و شما حتما این رو شنیدین، که زیبا صادقزاده همسر پیمان عارفی و ناهید رحمانی مادر این زندانی روز چهارشنبه گذشته، هنگامی که از ملاقات پیمان که در زندان مسجد سلیمان بودن برمیگردن در جاده اندیمشک به تهران، در اثر تصادف هر دو جان خودشون رو از دست میدن. من از صمیم قلب از طرف خودم و کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی به خانواده پیمان، به پیمان و دوستان و آشنایانشون و تک تک شما عزیزان تسلیت میگم و از صمیم قلب متاسفیم که چنین خبری رو شنیدیم. بنابر آخرین خبری که دریافت کردیم، امروز مراسم خاکسپاری در واقع زیبا و ناهید زیبا صادق زاده و ناهید رحمانی بود که در اون مردم شرکت کرده بودن. به قول که در اونجا شرکت کرده بود میگفت که سکوت اونجا بود، نمیذاشتن خیلی عکس بگیرن و یا فیلم بگیرن، اما تعدادی تونستن فیلم بگیرن و امیدواریم این رو هرچه سریعتر بتونیم در اختیار شما عزیزان هم قرار بدیم. از طرفی برای اینکه پیمان عارفی بتونه در این مراسم شرکت بکنه، جمهوری اسلامی خواسته بود که 2 میلیارد تومان رو به عنوان وثیقه بذارن، که مجدداً بنا به خبری که امروز دریافت کردیم این وثیقه رو گذاشته بودن، اما از اینکه پیمان کجاست هیچ اطلاعی در دست نیست. آیا آزادش کردن، آیا گذاشتن یه مرخصی موقت بدن که در این خاکسپاری شرکت بکنه؟ واقعا اینقدر وحشتناکه، نمیشه تصور کرد زندانی که در زندان هستش و چند ساعت بعد از ملاقات با همسرش و مادرش این خبر رو بگیره که هر دو در تصادف جان باختن.
این رو خدمتتون بگم که زیبا همسر پیمان قبلا در همراه با خود پیمان در فروردین سال 88 ایشون هم بازداشت شده بود و به عنوان شریک جرم همسر و پسردایی همسرش یعنی آرش هم متهم شده بود و پس با حکم تعلیقی زیبا رو آزاد کرده بودن. مادرش هم که تحت فشار خیلی زیادی بود. خود پیمان عارفی، امیررضا عارفی که پس انتخابات سال 88 دستگیر شده بود، ابتدا به اعدام محکومش کرده بودن، اما پس از اون این حکم رو در واقع کم کرده بودن و به 15 سال زندان و تبعید این رو در واقع کاهش داده بودن. اما همین حالا اگه شما توجه کنیم، مسئله تبعید زندانیان یه مسئله یه که مدتی است آغاز شده. بر اساس گزارش‌ها گویا بیش از 100 نفر از زندانیان در تبعید به سر می‌برند. طبعاً هرگز آمار یک آمار موثقی نیستش، ولی تخمیناً این تعدادی که گفته شده و خود تبعید این زندانیان باعث میشه که یک به جاهایی بسیار دور افتاده از جایی که اونجا زندانشون بوده ابتدا و زندگی کردن فرستاده بشن که یا اصلا خانواده‌شون امکان این رو ندارن برن ملاقاتشون بکنن، یا متاسفانه در موارد این چنینی مجبورن از اون جاده هایی که مرتبا داره تصادف میشه و چقدر خطرناکه مجبورن این راه رو برای ملاقات عزیزشون برن. و متاسفانه در چنین موردی هستش که کسی به همسر و مادر پیمان عارفی جون خودشون رو از دست میدن. مجدداً تسلیت میگم و از شما عزیزانی که به هر طریقی این خانواده رو میشناسیم خوشحال میشیم که بیان رو خط تلفن و صحبت بکنیم. متأسفانه ما امکان این رو نداشتیم، قرار بود تماسی داشته باشیم با خانواده‌شون که این امکان برقرار نشد، اما امروز خاک سپاری رو کردن و تونستن در کنار هم دیگه باشن. و اما تلفن در واقع خطای تلفن اتاق فرمان، اگر خواهش کنم خطای تلفن رو باز بکنن و شما عزیزان میتونین بیان روی خط تلفن و صحبت بکنین. من در طول تلفن ها یک سری اخبار و نامه ها هستش که خدمتتون ارائه میدم. یه خبر دیگه هم خدمتتون بگم، قبلا در رابطه با منصور آروند صحبت کرده بودیم و خبر خیلی خوبی که با برادرش هم مصاحبه کردیم که از همین کانال جدید شما مشاهده کردین که حکم اعدامش رو لغو کرده بودن. به من خبر رسید که حکم اعدامش به حبس ابد کاهش پیدا کرده. و اما صحبت از فشار روی خانواده های زندانیان سیاسی و من فکر میکنم این اجازه بدیم بخشی از این برنامه رو به این خانواده ها اختصاص بدیم، چون واقعا خانواده های زندانیان سیاسی لایق بزرگترین احترام ها هستند، به شدت تحت فشار هستند. نمونهش فقط این نیست که این تصادفی که صورت گرفته، نمونه های خیلی زیادی هستش که مرتبا خانواده ها رو تحت فشار میذارن. یه خبر دیگه که داشتیم این بود که خدمتتون میخونم که پروین گراوند که ساکن کرمانشاه بود، مادری بود که پسرش در زندان بود و اعدام شد. این مادر در تاریخ 17 آذر ماه پس از گذشت 3 روز از تاریخ اعدام فرزندش به اسم فریدون خنجری بر اثر تعلمات روحی با تناب دار خودش رو حلق‌آویز کرد و زندگی خود رو خاتمه داد. فریدون خنجری پسر ایشون حدود 2 سال از بازداشتش میگذشت که در تاریخ 14 آذر ماه به همراه 6 زندانی دیگر به اتهام حمل مواد مخدر در محوطه زندان دیزل آباد کرمانشاه به دار آویخته شد و این مادر بعد از 3 روز به زندگی خودش خاتمه داد. کسی مثل این مادر، مثل پروین گراوند که یادش رو گرامی میداریم، در میان ما نیستن، خودش و پسرش و طبعاً من و شما نمیذاریم صداشون از بین بره، صداشون خاموش بشه، چون واقعا خانواده‌ای که 2 سال در اون شرایط منتظر بچهش بوده، بچه‌ای که به دلیل گفتم به اتهام مواد مخدر دستگیر شده و اعدامش کردن. بارها میدونم بحث این برنامه نیست لزومن، اما بارها صحبت کردیم حتی اگر کسانی که به اتهام مواد مخدر دستگیر میشن، زندانی میشن و همه اینها باید تحت مداوا قرار بگیرن، نه اعدام بشن. ولی جنایتکاران رژیم برای اینکه پرونده سیاه خودشون رو بپوشونن، روش رو در واقع یه توجیهی براش پیدا کنن، این قربانیان رو اعدام میکنن.
طبعا فشار به خانواده ها همیشه بخشی از اخبار زندانیان سیاسی بوده. از طرفی مسئله دیگه ای که هستش این که مرتبا تحت فشارشون میذارن که نمیذارن با هیچ جایی صحبت کنن، با هیچ رسانه‌ای صحبت بکنن، مرتبا اونها رو تهدید میکنن. من فکر میکنم این یک وظیفه هستش که تک تک ما از خانواده های زندانیان سیاسی حمایت بکنیم. قرار نیست فقط خودمون خانواده زندانی سیاسی باشن، مادری که صبح تا شب به طور واقعی منتظر اینه که صدای فرزندش رو بشنوه، آزادیش رو ببینه، در کنارش باشه و هر روز داره زجر میکشه، احتیاج به حمایت بیدریق ما داره. اینجا من خبری رو خدمتتون عرض کنم، حتما بیاین رو خط تلفن و اگر شما لزوم حمایت از خانواده هایی رو میدونین و یا خانواده ای رو مشخص میشناسین، داستانشون رو میدونین، میدونین که چقدر تحت فشار بوده، بازگو کردن اینا خودش حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی هستن، حتما تلفن بزنین، رو خطای تلفن بیاین و به این خانواده ها پیام بفرستین، به خانواده پیمان عارفی که واقعا اصلا تصور کردن این که چه درد و غمی رو دارن رو دوشاشون میکشن اصلا غیر قابل تصور و غیر قابل تحمل هستش. و اما در رابطه با طبعا اخبار زندانیان سیاسی خیلی زیاد هستش، من هر بار کلی از این اخبار رو میارم که خدمتون ارائه بدم که عملا وقت نمیشه، اما در کنار اون اخبار زیادی داریم از تلاش های کسانی که برای آزادی زندانیان سیاسی مبارزه میکنن، تلاش میکنن، وقتشون رو گذاشتن، چه در ایران چه در خارج از ایران. من اینجا به این موردی که اشاره بکنم، طبعا کلیپ همین آکسیون استکهلم رو مشاهده کردین. اخیرا در تاریخ 18 دسامبر چهارشنبه گذشته یه ملاقاتی با نماینده وزارت امور خارجه سوئد صورت گرفت که امیدوارم عکساش رو صفحه تلویزیون داشته باشیم و این ملاقات در رابطه با زندانیان محروم از دارو و درمان و کارگران زندانی بود که این اگر خاطرتون باشه و یا اگر برای اولین بار این برنامه رو میبینین، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از 2 پیش یک کارزاری رو به اسم نگذارید قلبشان از تپش باز ایستد رو اعلام کردن و این کارزاری بود در حمایت از زندانیان سیاسی محروم از دارو و درمان. تلاش ما اینه که در امتداد تظاهرات، آکسیون، نامنگاری و همه اینها بتونیم با مقامات جهانی ملاقات هایی داشته باشیم که این عکس‌ها رو هم که در واقع مشاهده کردید دقیقا همون هستش که عکسایی هستش که از ملاقات نماینده مهین علیپور که از طرف کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی به این ملاقات رفته بود و همینطور از سوی فرامرز قربانی، از سوی کمپین بین‌المللی همبستگی با کارگران ایران که در این ملاقات با نماینده وزارت امور خارجه به نام هیدلینگ لونکویس ملاقاتی کرده بودن. این آقا کسی بود که جزو هیئتی بود که 2 پیش ته سفری به ایران با لاریجانی و 3 دیگه ملاقات کرده بودن و در بخش امور خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت خارجه ایران کار میکنن. در این ملاقات در این حالی که یه گزارش 3 رو به ایشون ارائه دادن، در رابطه با وضعیت زندانیان سیاسی بیمار صحبت کردن، در رابطه با وضعیت کارگران زندانی و همینطور ضرورت این که باید به رژیم فشار گذاشته بشه که هرچه سریعتر به این زندانیان که داره توسط قتل‌های خاموش، اعدام‌های خاموش اینها را از بین میبره، به اینها امکانات دارویی و درمانی داده بشه. و در این حال ایشون گفته بودن که امیدوارن روحانی کاری بتونه بکنه و منتظر این هستن. در این حال که این 2 از طرف کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و کمپین بین‌المللی کارگران زندانی صحبت کرده بودن که این واقعا یک امید واهی هستش که منتظر روحانی هستید. روحانی کسی هستش که تحت حاکمیت اون تعداد زیادی اعدام شدن، هنوز دارن میشن و باید هرچه سریعتر به اینها فشار گذاشته بشه. به هر حال این ملاقات در ادامه کارهایی بود که کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در رابطه با کمپین حمایت از زندانیان محروم از دارو و درمان انجام داده. در این رابطه اگر اتاق فرمان بتونن اون عکس رو بذارن، یکی از دوستان از ایران پوستری رو
طراحی کرده بودن در حمایت از این کمپین، پوستر بسیار زیبایی و به این طریق حمایت خودشون رو از کمپین نگذارید قلبشان از تپش باز ایستد اعلام کرده بودن و شما بیننده عزیز نیز میتونین با اقدامات مختلف از این کارزار و از کارگران محروم، از زندانیان محروم از دارو و درمان حمایت بکنین. من اینجا اگر اجازه بدین یک روز 14 در واقع 14 دسامبر هم که به اطلاعتون رسوندم در مرکز شهر سوئد همینطور یک اعتراضی صورت گرفته بود که بتونن اتاق فرمان اگه کلیپش رو نشون بدن، بعد از این اعتراضی صورت گرفته بود در حمایت از زندانیان محروم از دارو و درمان که در اون عکس‌های این زندانیان رو در دست گرفته بودن، به زبان سوئدی در رابطه با وضعیت این زندانیان صحبت کردن و این هم همینطور از در ادامه این کمپین هستش که از سوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام صورت گرفته بود که اگه از اتاق فرمان خواهش کنم بتونن کلیپش رو نشون بدن ممنون میشم و این رو به زودی خواهیم دید. و بعد از اون که اون کلیپ رو دیدیم برمیگردیم، من یکی دو نامه دیگه هستش خدمتتون میخونم، اما شما حتما تلفن بزنین. میدونم که اخبار زیاده، صحبت‌ها زیاده، کلیپ‌ها زیاده و همه اینها، اما اینها رو همیشه در بین تلفن‌های شما میتونیم نشون بدیم. یک مسئله مهمی که هستش اینه که در حال حاضر این مسئله در واقع کشته شدن همسر و مادر پیمان عارفی توجه ها رو به این مسئله جمع میکنه و اینم اینه که جمهوری اسلامی زندانیان رو تبعید میکنه به زندانهای دیگه، یعنی نه تنها زندانی میکنه، شکنجه میکنه، تبعید میکنه. آیا شما خبر دارین از زندانیایی که تبعید شده؟ طبق آمار گفته شده بیش از 100 نفر. این مهم هستش که بدونیم چه تعداد زندانی. گاهن اینجا اونجا اخبار رو میشنویم که در مورد این صحبت میکنن که زندانیان به زندانهای اقصا نقاط ایران تبعید شدن. اگر کسانی رو میشناسین با ما تماس بگیرین که این مهمه. اگر این لیست رو داشته باشیم با شرح حالشون میتونیم فشار بیشتری بیاریم برای اینکه این زندانیان رو حداقل تبعید نکنن، یعنی یک شکنجه مضاعفشون نکنن. با هم دیگه اجازه بدیم بریم این کلیپ رو ببینیم، فکر کنم آماده هستش و برمیگردیم به برنامه‌مون ادامه میدیم. حتما تلفن بزنین، شماره‌های در واقع تلفن اینجا پای صفحه تلویزیون هستن، با ما تماس بگیریم. بله، فکر میکنم مال واشنگتن هستش که در واقع میبینین، ببخشید با پوزش. کلیپی رو که میبینین در واقع به انگلیسی هستش، از طرف سازمان میشن فری ایران یا برای ایران آزاد که بسیار در زمینه علیه اعدام و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی فعال هستند. ایشون در این تشکل در 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر یک اعتراضی رو در واشنگتن آمریکا صورت داده بودند. یک حرکت سمبولیک بود و همونطور که مشاهده میکنین کسی رو که دارن اعدام میکنن و سمبولیک کسانی که دور و برش هستن و نمیذارن این فرد رو اعدام بکنن. این حرکتی هستش که از طرف میشن فری ایران صورت گرفته بود. قبلا در رابطه با این تشکل صحبت کردیم، در زمینه زندانیان سیاسی و علیه اعدام خیلی فعال هستن و امیدواریم به زودی بتونیم یکی از این عزیزان رو داشته باشیم که در برنامه باشون صحبت بکنیم. جالب اینه که خیلی از کسانی که در این تشکل کار میکنن غیر ایرانی هستن، ولی واقعا میزان نیرو و انرژی که در افشاگری جمهوری اسلامی و حرکات سمبولیک و دفاع از زندانی سیاسی میذارن واقعا بی‌نظیره و تونستن در اونجا توجه تعداد زیادی رو به خودشون جلب بکنن. بله، این کلیپی بود که دیدین و عکس زانیار و لقمان رو هم میبینین که یکی از کمپین های این تشکل هستش و همینطور یکی یکی دارن این شرح حال یک زندانی سیاسی رو میخونن و میگن که من صدای این زندانی سیاسی هستم. کلیپ دیگه که خدمتتون گفتم در رابطه با سوئد هستش که اونم هم که آماده شد حتما اتاق فرمان بهمون خبر میدن که خدمتتون ارائه بدیم. اما من برگردم سر این موضوع زندانیانی که تبعید میشن به زندانهای مختلف. شما اگر خودتون از زندانی سیاسی خبردانی، خونواده یک زندانی سیاسی هستین، حتما به ما خبر بدین خبرش رو که کجا هستن، اسامیش و شرح حالشون رو.
به زودی اطلاع دادن اتاق فرمان که این کلیپ رو میبینیم با پوزش از شما، این کلیپ هایی داره میاد و میره، منم سعی میکنم هماهنگی بکنم، اما کلیپ رو صفحه تلویزیون میبینیم و بعد از اون مجدداً به صحبتمون ادامه میدیم. بخشی رو دیدین از ویدیو کلیپی که تهیه شده بود از اعتراض در استکهلم سوئد در روز چهارشنبه گذشته در رابطه با حمایت زندانیان محروم از دارو و درمان. و اگر شما عزیزی هستین که امکان این رو دارین که یک حرکت سمبولیک و یک حمایتی از زندانیان محروم از دارو و درمان بکنین، حتما با ما تماس بگیرین. امیدواریم بتونیم به زودی اعتراض وسیعی رو در این زمینه دامن بدیم و شکل بدیم که بتونیم با فشار به جمهوری اسلامی، به این زندانیان دارو و درمان بدیم، یعنی جمهوری اسلامی رو مجبور بکنیم به اینها امکانات دارویی و درمانی بدن. اینجا مایلم یه نامه خدمتتون بخونم. همونطور که گفتم شما حتما تلفن بزنین، شماره های تلفن پای صفحه تلویزیون هستش، اما از من از این وقت استفاده میکنم، نامه هایی هم که هستش خدمتتون میخونم. این نامه هستش که از طرف زانیار مرادی نوشته شده از زندان، که کمیته بین‌المللی علیه اعدام این را در اختیار ما قرار دادن
در اون نوشتن نامه های زانیار رو خیلی از شما کم و بیش باش آشنا هستین و جالبه که زانیار یکی از اون زندانیانی هستش که مرتباً داره این تماس رو با من و شما حفظ میکنه و این بهش امید میده. اگر زانیار رو نمیشناسین، زانیار و پسرعموش لقمان مرادی رو به جرم در واقع این اتهام رو بهشون زدن که پسر امام جمعه رو کشتن و اونها رو به اعدام محکوم کردن، اعتراضات زیادی برای حفظ جان این دو جوان در سراسر دنیا صورت گرفته. همین یک ماه اخیر بود که اعتراضاتی در شهرهای مختلف کردستان ایران و عراق صورت گرفته بود و همینطور ترکیه برای حفظ جان اینها و اینکه حکم اعدامشون لغو بشه. و زانیار نامه ای نوشته که دلم برای مریوان و دریاچه زریبار تنگ شده است. چند روز است که خیلی به گذشتم فکر میکنم. این رو در نظر داشته باشین، جوونیه که روزها و شبهاشو در فکر این که هر لحظه ممکنه اعدامش بشه سپری میکنه و این نامه رو در اون شرایط روحی مینویسه. چند روز است که خیلی به گذشتم فکر میکنم، گذشته ای که پر از شادی و بازی های کودکانه، دینم، دوستانم و همچنین زادگاه دیدنی و قشنگم مریوان بود. دلم برای تک تک آنها تنگ شده است. شاید واقعا بعد از 5 سال دوری و درد و رنج، اعدام و خیلی مشکلات دیگر نتوانم خاطرات خود را به یاد بیاورم و یا شاید با همین خاطرات باشد که تا امروز توانستم خود را حفظ کنم. دلم برای صدای دلنشین مادرانه‌ای که صبحها با هزار امید و آرزو و از خواب بیدارت می کند و با دستان محبت آمیزش نوازشت می کند تنگ شده است. اما در این 5 سال به جای آن نوازش ها پوتین هایی را صبح زود جلوی سلول خود می بینیم که احساس می کنم که آمدند که امروز من را قربانی کنند و به چوبه دار بسپارند. ای کاش می توانستم بار دیگر با پدرم بنشینم و چهره اش را هنگام خندیدن ببینم و مانند دو تا دوست قدیمی گپ بزنیم. شاید این چیزهایی که می گویم در روز چندین بار برای هر انسان آزاده و دور از بند پیش بیاید. اما تنها این خاطرات است که یک زندانی محکوم به اعدام می تواند با آنها زندگی کند و امید زندگی را دوباره به دست بیاورد. دلم برای زادگاه هم مریوان و همچنین دریاچه دلنشین آن زربار تنگ شده است. نمیدانم این خاطرات تا کی و کجا با من خواهند ماند. همه وقت به این فکر می کنم، به این فکر می افتم که شاید روز دیگر و یا شاید چند ساعتی دیگر باید این خاطرات شیرین را با خود به خاک بسپارم. حس عجیبی به سراغم می آید و به خودم می گویم ای کاش که اصلا بزرگ نمی شدم و تا آخر عمر در آغوش مهربانانه مادرم همچون کودکی که تمام فکرش بازی کردن است می ماندم. نه اینکه بزرگ شوم و به این دنیای بی‌رحم و پر از بی‌عدالتی را ببینم. دنیایی که آدمهایش به خاطر منافع خود حاضرند تن به هر ذلت و بی‌عدالتی بدهند. امیدوارم این درد دلهایم با شما عزیزان باعث رنجش و آزارتان نشود. لازم دانستم این را بنویسم تا توانسته باشم با والدینم سخن گفته باشم و بدانن که هنوز پشت این دیوارهای ترک برداشته و میله های زنگ زده زندان به یادشان هستم و هر دم دوستشان دارم. زانیار مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، زندان رجای شهر، 29/9/1399. واقعا خیلی جالبه. زانیار هنوز تو اون شرایط به فکر اینه که با حرفهاش من و شما رو نیازاره، که حرفایی که میزنه ما رو ناراحت نکنه و نمیدونه که از صمیم قلب ما هر بار به او فکر میکنیم. امیدوارم پدر و مادرش این نامه رو که خوندم از اینجا شنیده باشن و صحبتهای زانیار رو ببینن که چقدر به یادشون هستن. امیدواریم به هر حال اینجا کمیته، همینطور که کمیته علیه اعدام گفتن که از همه میخواییم که به حکم اعدام زانیار و لقمان اعتراض بکنن و خواهان لغو فوری اعدام این دو نفر شوند. و هر بار که جمهوری اسلامی عقب بینشینه خوشحال میشیم
که عقب نشینی کرده و زندانی رو اعدام نکرده. اما فقط با ادامه این اعتراضاته که میتونیم ضمانت بکنیم که این زندانیان آزاد میشن و اعدام نخواهند شد. بارها پدر زانیار رو تو همین برنامه داشتیم که صحبت کردن در رابطه با وضعیت زانیار، از من و شما خواستن که مبارزه رو ادامه بدیم، در رابطه با خودشون صحبت کردن و امیدواریم ایشون رو یک بار دیگه در برنامه داشته باشیم و این بار خبر آزادی در واقع زانیار رو به ما بدن، زانیار و لقمان رو، هر دو رو. عزیزان، خطای تلفن باز هستش، حتما تلفن بزنین اگر خبری از زندانیان سیاسی دارین. اعلام حمایتتون از زندانیان سیاسی و اعلام همبستگیتون خیلی مهم هستش. فراموش نکنین اگر زندانی رو میشناسین که در تبعید هستش، حتما اطلاع بدین. صحبت کردن از این زندانی ها، زندانیایی که حتی از دیدن خانواده‌هاشون محروم هستن. تا حال ما چند بار با خانواده‌های زندانیان سیاسی در تماس بودیم و گفتن که ما به دلیل اینکه راه دور هستش، هزینه داره، امکان این رو نداریم. شاید چند ماه یک بار بتونیم به دیدار فرزندمون بریم. و واقعا وقتی تو زندان باشین، یه چیزی که از همه چی بهتون امید بیشتر میده ملاقات کردنه. وقتی که صداتون رو میخونن، اسمتون رو میخونن و میگن ملاقات دارین و چهره خونوادتون رو میبینین، هرچند که میدونین که پر از غمه، هرچند که میدونین که چقدر دارن انتظار میکشن، ولی دیدنشون تنها راه ارتباطی شما با فضای بیرون هستش. و مجسم کنی زندانی که حتی از این هم محروم هست. ببخشید دوست عزیز، قطع شدین، مجددا تماس بگیرین. و اما بله، زندانیانی که تبعید هستن، زندانیانی که به زندانهای مختلف فرستاده میشن و به این وسیله نه تنها خودشون در شرایط بسیار وخیمتری هستن، چون اکثر مواقع زندانهایی که در فرض کنیم بندر عباس و جاهای دیگه هستن، گزارشاتی که دریافت میکنیم این که وضعیتشون بسیار بد هست. یه دلیلش به نظر میاد این هستش که معمولا تمرکز روی افشاگری ها، روی فعالیت ها، روی زندانهای مشخصی هستش. زندان اوین، زندان رجای شهر، ندامتگاه کرج و کلن زندان های مشخصی هستند و نه روی همه زندان ها. و وقتی که این تمرکز نیست، جمهوری اسلامی وضعیت اون زندان ها رو حتی از اونی هم که از بدتر نگه میداره. خیلی موارد زندانی رو در زندان با زندانیان عادی نگهداری میکنه و وضعیت زندانیان عادی با هیچ کلمه قابل توصیف نیست. غیر انسانی ترین وضعیتی که یک انسان رو میتونن در اون نگه دارن. و به همین دلیل وقتی که اینها رو تبعید میکنن، یک از همبندیاشون جداشون میکنن، زندانیان سیاسی رو، و دوم این که در شرایط بدتر زیستی قرارشون میدن، و سوم این که محرومشون میکنن از دیدن خانواده‌شون. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. بفرمایید دوست عزیز، شما رو خط هستید، مجددا تماس بگیرین. یه دوباره تذکری که همیشه میدیم، خواهش اینه که وقتی زنگ میزنین صحبت کنین، صدا و تصویر من با تأخیر پخش میشه، همینطور مال شما. به همین دلیل وقتی زنگ میزنین حتما صحبت بکنین. به هر حال این فشاریه که میاره، این که چی کار باید کرد که این رو در بعدی بعد بود بیشتری مطرح کرد. خیلی وقتا شما وقتی که با پدیده زندان و زندانی روبرو هستین، فقط شکنجه مشخص و تعریف شده نیستش. از سراغای مختلف جمهوری اسلامی استفاده میکنه. دلیل این که ما کمپین حمایت از زندانیان سیاسی محروم از دارو و درمان رو فراخوان دادیم به این دلیل بود که میخوایم در سطح دنیا این رو به همه در واقع نشون بدیم و شاید بگم این سازمان‌های جهانی رو قانع کنیم که این اعدام خاموشه، که این کشتن زندانی هاست. این تنها و صرفاً محروم کردن اتفاقی و موردی یک زندانی سیاسی از دارو و درمان نیست. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. خسته نباشید خانم عبوبی. خیلی ممنون، بفرمایید. تشکر میگم به خانواده زیبا خانم و همچنین خسته نباشید میگم به لقمان و زانیار مرادی. خانم عبوبی، نمیدونم از کجا شروع کنم. باید میتونم بگم زندانای سیاسی و محکومین به اعدام مثل زانیار و لقمان سا خدا را دارن. ما هیچی نیستیم.
خانم محبوبی. بله قطع شد این دوست عزیز، صداتون قطع شد، اما مشخص بود صداتون، کمان که سر و صدا خیلی زیاد بود. بله تسلیت به خانواده همسر پیمان عارفی، به خانواده زیبا که واقعا همطور که گفتم خیلی تو اذهان سنگینی میکنه. و یه بخش دیگرش این ترس رو برای سایر زندانیان سیاسی که در تبعید هستن به وجود میاره. یک فشار دیگه ای و اون فشار دیگه اینه آیا خانواده هم که به ملاقات هم میاد به سلامت برمیگردن یا نه. برحال من صحبتی که کردم این بود که جمهوری اسلامی از شگردهای مختلف استفاده میکنه. ما مسئله زندانیان محروم از دارو و درمان رو به صورت کمپین در آوردیم، این رو با 2 ماه فعالیتش فشرده شروع کردیم. شاید بگم وضعیتشون رو و این مسئله رو در سطح بسیار وسیعی در اختیار سازمانهای جهانی قرار دادیم، این رو ادامه خواهیم داد. و سوال اینه که حالا چی کار میشه کرد که برای مسئله زندانیانی که تبعید میشن این فشار رو به جمهوری اسلامی آورد. ما باید طوری باشه که چارچشمی مواظب به جمهوری اسلامی باشیم، ببینیم چی کار میکنه، چه شگردایی به کار میبره و خیلی آگاهانه و با استراتژی و با کاری که داریم میکنیم بتونیم اون فشار رو نگه داریم که جمهوری اسلامی بدونه که ما داریم نگات میکنیم، نمیتونی هر بلایی که دلت میخواد سرشون در بیاری. به همین دلیل مسئله زندانیانی که تبعید میشن به نظر من یه مسئله است که از چند پیش شروع شده. قبلا ها خیلی به صورت موقت زندانی رو تبعید میکردن و بعد از چند ماه بر میگردونن به اون زندان، ولی حالا طوری شده که زندانی رو میفرستن و معلوم نیست حتی چه زمانی برش میگردونن. معذرت میخوام، من اینجا یه نامه ای دارم که اولا من خودم هر بار که میام تمام این اخبار رو میگم به قول زانیار که گفته بود تو نامش، امیدوارم واقعا خیلی فشار رو تو نباشه. خود آدم وقتی این اخبار رو میخونه احساس میکنه چه حجم وسیعی از غم و قصه و شاید بگم فشار رو داره اینجا مطرح میکنه. معذرت میخوام، اما در این حال این بخش شاید بگم زشت واقعیت هستش و واقعیتی هستش که تعداد وسیعی از انسانها به خاطر عقیدهشون، به خاطر وضع زندگیشون، به خاطر شرایطی که توش هستن اینها رو به زندان افکنن و در بدترین شرایط نگه میدارن و نمیشه ازش صحبت کرد. سکوت کردن در موردش فقط باعث میشه که اون جنایت بیشتر ادامه پیدا کنه. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. علی آنال جدید؟ بله بفرمایید. سلام علیکم، من خورم عباد صحبت میکنم. بله بفرمایید. باز ضد جمهوری اسلامی هستی، مرگ به جمهوری اسلامی، باید تمام زندانیان سیاسی عقیدتی آزاد شدن. خیلی ممنون دوست عزیز از تماستون، صداتون هست، بفرمایید. فرقی نمیکنه ماها از هر دینی باشیم، بهایی باشه، چه میدونم کمونیست باشه، ملی باشه، مذهبی باشه، همه باید آزاد شن. هیچ کسی نباید روی عقیده گیرنش. با تشکر از پیام همبستگیتون دوست عزیز. بله پیام ما اینه که امیدواریم روزی در ایران یک جمهوری مردمی داشته باشیم، یک جمهوری سوسیالیستی اگه مردم ایران خواستن. و زمانی یاد انور خواجه را گرامی بداریم. خیلی ممنون دوست عزیز، ممنون از تماستون. بله دوستان، پیام همبستگی به خانواده های زندانیان سیاسی از هر جای دنیا، از هر عقیده‌ای، با هر در واقع طرز تفکری که هستین، باید از زندانیان سیاسی حمایت بشه، یک پارچه، یک صدا و واقعا علیه این ظلم ایستادگی بشه. شاید تنها چیزی که به یکی مثل خانواده پیمان عارفی میتونه یه آرام در واقع آرامشی بده این هستش که بدونن مردم در کشورهای مختلف میبینن این جنایت رو
و از پیمان و خانواده‌اش دفاع میکنن. نمیشه اون عزیزان رو برگردون، متاسفانه نمیشه همسر و مادر پیمان رو برگردون، ولی میشه کاری کرد که این اتفاق برای خانواده‌های دیگه اتفاق نمیفته. طبعا تصادفا و راههایی که هست، کلن وضعیت راه و ترابری ایران به دلیل اینکه این جنایتکاران حاضر نیستن هیچ پولی خرج بکنن، به اندازه کافی داره قربانی میگیره از مردم. ولی در عین حال وقتی که زندانی رو تبعید میکنن، این رو، این وضعیت این خانواده ها رو 10 برابر به خطر میندازن. و سوال اینه که واقعا چیکار میشه کرد؟ چیکار میشه کرد که فشار آورد که اینها رو نگذاریم، که اینها رو حداقل تبعید بکنن به زندان های دیگه؟ برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. قطع شدیم، فکر میکنم امروز شاید یه مقدار مشکل داریم، مرتبا تلفن رو قطع میشن، اما تماس بگیرین، حتما مهم هستش که صداتون باشه تو این برنامه. حتی اگر صحبتتون اینه یک بگین که زندانی سیاسی باید آزاد بگردد، این به خانواده زندانی سیاسی قوت قلب میده. یادتون نره خیلی از این خانواده ها نمیتونن مثل من و شما بیان حرف بزنن اینجا، از هر نظر این امکان رو ندارن و یا تحت فشار هستن، اما شما میتونین صدای این عزیزان باشین. من این نامه رو خدمتتون بخونم که از زندان عادل‌آباد هستش. گفته به دادمان برسید، قرار است 39 نفر را در عادل‌آباد اعدام بکنن. این در واقع این نامه مربوط به 17 دسامبر هستش، یعنی در واقع تقریبا چند روز پیش هستش که از طرف کمیته بین‌المللی علیه اعدام بازتکثیر شده. خیلی نامه دلخراشی هستش و داره در مورد وضعیت زندان عادل‌آباد صحبت میکنه که حتما عادل‌آباد شیراز رو شنیدی که واقعا مشهوره به اینکه چقدر انسانها رو اونجا به دار آویختن و کشتن. در نامه نوشته شده که الان روبرویم پسر جوانی به اسم نعمت پراکنده نشسته که از وقتی شنیده فردا چهارشنبه اعدامش میکنن دیگر لال شده و نمیتواند حرف بزند. او در یک گوشه چمپاده زده و زل زده به ما و هیچ نمیگوید. بعضی وقتها فکر میکنم دارم یک فیلم ترسناک میبینم، ولی نعمت واقعی است و از وحشت لال و کر شده و مثل مرده ها به من نگاه میکند. امروز مسئولین زندان یک کاغذ در دستشان بود و می گفتن اسم 39 نفر را نوشتند. می گوین همین روزها این 39 نفر را اعدام می کنند. آیا از پشت این دیوار و در سالن‌های دیدارهای رسمی که با مقامات دارید این صدا را می توانید بشنوید؟ من نمی خواهم اعدام شوم. من از مرگ وحشت دارم. من نمی خواهم اسمم در این لیست سیاه قرار بگیرد. من نمی دانم به کجا متوسل شوم. می خواهم زنده بمانم. آیا شما نمی توانید کاری بکنین؟ خانم ها و آقایان محترم، من از زندان مخوف عادل‌آباد شیراز با شما صحبت می کنم. از روز شنبه، یعنی 3 روز پیش از تاریخ این نامه، در این زندان مخفیانه و یواشکی 3 نفر را اعدام کردند. یکی از آنها زن و بچه داشت. من اسم 2 نفر را که جوان بودند می دانم، مهران تالی و یدالله شراری، هر 2 جوان بودند. من شنیدم که فردا یعنی چهارشنبه قرار است اینجا دست جمعی اعدام بکنند. من شنیدم اسم 39 نفر را نوشتند که به زودی اعدام می کنند. آیا اسم من هم در بین این 39 نفر می باشد؟ مرگ بسیار تلخ است. مرگی بدین بی‌حرمتی و دردناک و از قبل خبر داده شده بسیار وحشتناک است. من مطمئن هستم اگر به من بگویند اسم من هم در این لیست 39 نفره هست، در جا میخکوب خواهم شد و سلول‌های همه یخ خواهند زد. به کجا متوسل شوم؟ شاید شما هم فرزندی دارید و شاید می توانید فقط 1 ثانیه حال مادران و پدران ما را تصور کنید و حال خودمان را. به شما می گویم لطفاً در مورد این همه اعدام در زندان ما حرفی بزنید. فقط در زندان عادل‌آباد اعلام کرده اند که 39 نفر را همین هفته و همین روزها خواهند کشت. آیا اسم من هم در این لیست هست؟ ایداد و بیداد، با امضای محفوظ و با تکثیر از کمیته بین‌المللی علیه اعدام. دوست عزیز، شما رو خط تلفن هستیم، بفرمایید. سلام خانم شیوا محبوبی، خسته نباشین. سلام میکنم، ببخشید من براتون رو خط تلفن نگهتون داشتم، بفرمایید.
خواهش میکنم خسته نباشین، براتون آرزوی موفقیت میکنم. آدم قدر به در میخوره که موقعی که نمای زندانیان سیاسی رو میشنوه. زندانی سیاسی بدون قید و شرط بایستی همشون آزاد بشن و این هم فقط تنها راه این آزادی این زندانیان سیاسی اینه که مردم ایران از جای خودشون تکون بخورن. ما مردم ایران تک تک از کوچک تا بزرگ مسئول و جوابگوی این زندانیان سیاسی خانواده‌هاشون هستیم. تا هر چی بیشتر ما نتونیم قدرت محکم و دندان شکنی به جمهوری اسلامی نشون ندیم، این جمهوری فاشیست اسلامی به ادامه خودش ادامه میده. در نتیجه ما باید در مقابل خانواده زندانی سیاسی پاسخگوی این ترس و بی تفاوتی نمیدونم اسمش چی بذارم باشیم. ما جامعه ایران چجوری ممکن است در عرض 30 سال که داره قتل، اعدام، خفاگی، فروخت، خودفروشی، بچه خیابونی، پیرمرد اعدام کردن، پیرزن اعدام کردن، زن حامله رو کشتن، تجاوز، یعنی فقر، بدبختی، دزدی، کلاهبرداری، این همه 30 و 37 سال تو این جامعه اتفاق میفته، چجوری بازم ممکن است که ما زندانی سیاسی داشته باشیم؟ آیا این ضعف ما نیست؟ این ضعف عمده مردم ایران نیست که نتونستن هنوزم این صف مستحکم و مستقل خودشون رو وجود بیارن؟ و اولین شعارشون باید این باشه: آزادی زندانیان سیاسی بدون قید و شرط، مسکن، بهداشت، کارگر زندانی بایستی آزاد بشه، بچه خیابونی نبایستی داشته باشیم، زن فاحشه رو نبایستی داشته باشیم. اینا تا ما شعارها و خواسته خودمون رو مشخص نکنیم، هیچ جلادی که به اسم خمینی و به اسم سلطنت طلب و نمیدونم به اسم اصلاح طلب بازم 30 سال دیگه سر ما کلا میذارن. مردم از جای خودتون بجنبید. تنها دور جمع شدن یه حزب چپ و سوسیالیسته که این جامعه بدبخت مریض ایران رو نجات میده. سر خودتون شیره نمالین. روحانی فاشیست اومد با وعده‌اش، برین در این مدت کوتاه حداقل 350 تا 500 نفر رو اعدام کرده و بازم میخوام به اعدام زندانیان سیاسی ادامه بدن. ما نبایستی این اجازه رو بدیم. وظیفه تک تک ما مردم ایران از کوچه تا بزرگ اینه که در مقابل این اعدامای فاشیست جمهوری آدم کش آدم خود دزد قاتل بیستی. نبایستی اجازه بدیم بازم به اینا ادامه بدن. وظیفه ماست که این رژیم رو هر چه زودتر سرنگون کنیم و اینم قدرت مردمه، قدرت و اتحاد مردم و طبقه کارگره که این وظیفه رو باعث بایستی بگیره. مردم از جای خودتون تکون بخورین و مرگ و نابودی برای این رژیم فاشیست اسلامی میفرستن. زنده باد زندانیان سیاسی. زندانی سیاسی بدون قید و شرط آزاد بایستی بشه. زنده باشین. مرسی. خیلی ممنون دوست عزیز از صدای پرشورتون و از اینکه تلفن زدین. خیلی مهمه، همونطور که این زندانی نامه نوشته بود که آیا کسی خبر داره از وضعیتمون، و من همیشه سعی کردم نامه‌های زندانیان سیاسی رو هر جوری شده از این برنامه بخونم، چون فکر میکنم اون زندانی وقتی اون نامه رو مینویسه، کلمات اون نامه رو مینویسه، امیدش اینه که تعداد هرچه وسیع تری صحبتاشو بشنون. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. شبتون بخیر، بفرمایید. خواهش کنم. من اول میخوام همبستگی و تسلیت خودم رو به خانواده پیمان عارفی که همسر و مادر دیرکت پبلیکی رو میخواست از ملاقات برگردم دانو کلیشن رو از سرس دادن فرس کنم. با هم متاسف شدم. بله بفرمایید، صداتون هست. بله خواهش کنم. پیمان دستگاه هستاده از خانم محبوبی همراه حامد رماپور که صدای خود بازداشت و هر دو به اعدام متاسفانه محکوم شدند. خود حامد رماپور در بهمن 80 رو به همراه علی محمد زمانی اجرا شد، ولی حکم پیمان 15 سال حد کاهش یافت. پیمان همیشه با من نگران بود که نکند در این رفت آمد برای سر خانواده هاشان بیاید. من بار دیگر واقعا به خانواده پیمان عارفی تسلیت عرض میکنم و همبستگی خودم و
با خانواده پیمان و تمامی زندانیان سیاسی در بند اعلام میکنم. امیدوارم مردم وضعیت امروز پیمان عارفی رو دریابن و دیدار بکنم با خانواده‌شون، تسلیتشون رو عرض کنم. همین. خیلی ممنون ازتون، خیلی تشکر میکنم دوست عزیز. منم فکر میکنم واقعا مردم امروز به در واقع خاکسپاری این دو نفر، این دو عزیزان بود که عکسش رو صفحه تلویزیون مشاهده کردین. اما امیدوارم این خانواده ها رو تنها نذارین. واقعا باید خاکسپاری همسر و مادر پیمان به یک اعتراض تبدیل بشه، باید حتی اعتراضاتی در این رابطه صورت بگیره. جمهوری اسلامی این دو نفر رو هم کشت، اینجوری شما نگاش بکنین. بله وضعیت جاده همه اینها، ولی چرا باید اونجا برن؟ چرا باید تو اون مسیر قرار بگیرن؟ برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. صداتون هست، بفرمایید. الو الو. بله صداتون هست، صحبت. سلام میکنم به شما، بفرمایید. صداتون خیلی کیفیتش. جیگا خانم امیدوارم که سرمشون شهر جدید بشه بده. من از خود سر زنگ میزنم و این خودش بله. صداتون هست دوست عزیز، به تلویزیون توجه نکنید. دوست عزیز صداتون هست، خواهش میکنم که به تلویزیون توجه نکنین. اگر دارین تلویزیون رو یا از طریق اینترنت میبینین خاموش بکنین، صداشو کم بکنین، بعدن صحبت بکنین. این دوستمون گفتن از کردستان زنگ میزنن و تسلیت گفتن به خانواده پیمان عارفی و واقعا اینقدر آدم رو متاثر میکنه اصلا شنیدن این که این دو نفر همزنی جزو عزیزترین کسای پیمان در جا کشته شدن خیلی غم انگیز هستش. من اینجا در این حال ما چون معمولا این برنامه رو روی فیسبوک زندانیان سیاسی هم میذاریم و از عزیزان میخوام اگر نمیتونن تو برنامه شرکت بکنن میتونن نوشته هاشون رو بذارن ما اینجا بخونیم، گاه هم فرصت میشه که این کار رو بکنیم، ولی حتما تلاشم رو میکنیم. یکی از دوستان همینجا نوتی گذاشته به اسم سپه، نوشته که با درود و خسته نباشید، امیدوارم که تعداد تماشاچی ها بیشتر از 1,000,000 برسه برای همدردی با زندانیان سیاسی که روزی یا ماهی یا سالی از عمر ما هم در دخمه های جمهوری اسلامی سپری شده را با دیدن و تماس به این گونه، یعنی با برنامه میتوان حمایت کرد. به امید ایرانی بدون زندانی سیاسی و اعدام، شاد و سربلند باشید. با تشکر سپهر عزیز. شما عزیزان میتونین همونطور که اشاره کردم میتونین از طریق فیسبوک ما که اگر دسترسی داریم فقط میتونین به لاتین بنویسین زندانی سیاسی و اخباری که من حالا خدمتتون میخونم این اخبار لحظه به لحظه از طریق فیسبوک منعکس میشه و در اختیار 14,000 نفر و یا بیشتر از اون قرار میگیره. ازتون خواهش میکنم حتما، خیلی مهمه که اخبار رو به دست ما برسونیم. از طریق ایمیل آدرس خود من که در امیدوارم اتاق فرمان اون رو پای صفحه تلویزیون بذارن، از طریق فیسبوکمون، از طریق تماس با برنامه، حتی اگر مایل نیستین اسمتون رو بگین میتونین به صورت یک فرد ناشناس اخبار رو برامون بفرستین. این مهم هستش که نامه های زندانیان سیاسی اخبار اونها درج بشه. و اما در این حال اگر مایلین در رابطه با در واقع با خانواده زندانی سیاسی مصاحبه بشه، اگه کسی رو میشناسین که مایل هستین حتما با ما تماس بگیرین، ما این امکان رو فراهم میکنیم که مهمان برنامه‌مون باشن. این تریبون دفاع از زندانیان سیاسی هستش و فکر میکنم خیلی مهمه که تک تک ما دوستان میان اشاره میکنن میگن که باید مسئولانه در رابطه با زندانیان سیاسی تلاش کرد. ببینین سال جدید به اصطلاح در سال جدید میلادی داره شروع میشه، کمتر از یک هفته باقی مونده و معمولا اگر خارج از ایران هستین وقتی که اوایل سال هستش مردم میان با خودشون عهد میبندن که چی کار بکنن،
چی کار بکنن که در واقع سال جدید چه کاری رو در دستور خودشون قرار یه عهد جدیدی با خودشون میبندن. من واقعا خواهشی که از شما دارم اینه که در میان تمام کارهای زندگیتون، در بین تمام چیزایی که انجام میدین، امر دفاع از زندانی سیاسی رو در دستور کارتون قرار بدین. در هفته فقط 2 ساعت رو، فقط 1 ساعت رو در اختیار این مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی قرار بدین و ببینین که چقدر تغییر میتونیم به وجود بیاریم. در حال حاضر زمانی که شما حتی خبر این رو شنیدین که هیئتی از طرف اتحادیه اروپا شامل فکر میکنم 4 نفر بودن، 2 نفرشون زن بودن که به ایران رفته بودن و ملاقات کرده بودن، ما در این حالی که طبعا با پوزش از شما یک مسئله فنی پیش اومد، مشکل فنی که برنامه برای چند دقیقه قطع شده بود و مجبور شدیم یه موزیک پخش کنیم خدمتتون. شایدم یه در واقع تنفس خوبی بود که بعد از همه این خبرهای موزیکی بشنوین، اما برنامه‌مون رو ادامه میدیم. شماره تلفن رو پای تلویزیون دارین، میدونم سخت تماس گرفتن و گاهن دوستان میگن که تماس گرفتن امکان پذیر نبوده، اما مجدداً تلاش بکنین و تماس بگیرین. مهمه که صدای شما عزیزان رو داشته باشیم. من در واقع در رابطه با این صحبت میکردم که کما این که ما فشار به این سازمان‌های جهانی میاریم، اما این رو هم میدونیم که جایی مثل اتحادیه اروپا صرفاً و یا پارلمان اروپا صرفاً دنبال این هستن که منافع خودشون رو پیش ببرن. اما مسئله اینجا که ما نباید از این فشار رو کاهش بدیم. یعنی ما اگر فرض کنین حتی کسی مثل همسر و مادر پیمان عارفی جان خودش رو از دست میده در تصادف، واقعا این رو باید جزء کارنامه جمهوری اسلامی بذاریم، این رو باید شکایت بکنیم که چرا باید اینها در شرایطی قرار بگیرن که مجبور بشن کیلومترها و از این ور کشور به اون ور کشور برن برای دیدن ازشون و بعد از اون به این شکل زندگیشون رو از دست بدن. و به همین دلیل طبعا حتی زمانی که اینها به ایران میرن ملاقات میکنن، جمهوری اسلامی اولا به خوبی میدونه چیکار میکنه، هرگز نمیاد زندانا رو بهشون نشون بده و دوما اونها هم نمیخوان که رابطه خودشون رو با جمهوری اسلامی خراب بکنن. ما امیدواریم یکی از فعالین این کمپین حمایت از حسین کاظمینی بروجردی رو صفحه تلویزیون رو خط تلفن داشته باشیم. اما اینجا خدمتتون بگم برای مثال، فکر میکنم تعداد دیگه هم به این شکل بوده، برای مثال حسین کاظمینی بروجردی رو تهدید کرده بودند، شکنجه کرده بودند در دادگاه ویژه روحانیت هنگام حضور نمایندگان پارلمان اروپا در ایران. به مدت 6 ساعت ایشون رو تحت بازجویی، تهدید و شکنجه روحی قرار دادند و علت این فشارها و اذیت آزارها رو بنا به گفته خود بازجو گفتم به خاطر درخواست ملاقات نمایندگان پارلمان اروپا با کاظمینی بروجردی در زندان بوده. یعنی اون هیئت در واقع خواسته با ایشون ملاقات بکنه و اونا کاظمینی بروجردی رو مورد شکنجه قرار دارن که در این بازجویی‌های طولانی تحت فشارشون قرار دادن و گفتن که شما باید نامه‌ای بنویسین به سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و بگین که من نمی‌خوام با شما ملاقات بکنم. لازم به ذکره که حسینی کاظمینی بروجردی 55 سال دارن و حدود 8 سال هستش در زندان اوین به سر میبرن. بارها اخبارشون اینجا منعکس کردیم و امیدوارم یکی از این عزیزان بتونن رو خط تلفن بیان و صحبت بکنن. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام میکنم. بله صداتون رو داریم، بفرمایید. بله، من ودا ایلکا هستم از استکهلم، خدمتتون زنگ میزنم. سلام ودا عزیز، جهت اطلاع بینندگانمون ودا یکی از فعالین حمایت از زندانیان سیاسی و علیه اعدام هستن، درسته؟ بله، مرسی. بفرمایید، خوش اومدین. برای اولین بار میایین تو برنامه همون، بفرمایید. ممنون، متشکرم. من ضمن خسته نباشید به شما، خواستم در رابطه با اعتراضی که روز شنبه 14 دسامبر در یه اعتراض سراسری بود در رابطه با دفاع و حمایت از زندانیان سیاسی بیمار بودش که ما یه اعتراضی داشتیم در واقع توی شهر استکهلم. ما هم از دوستان و آشنایان و کسایی که در واقع از گروه ها و
سازمان‌های مختلفی بودن که در این اعتراض شرکت کردن و به نظر من اعتراض خیلی جالبی بوده، چون که تو اون روز خیلی از سوئدی ها اومده بودن اونجا و ایرانی ها و غیر از کسایی که بالاخره زبان های انگلیسی میدونستم اومدن اونجا و ما هم با در دست داشتن عکس های زندانیان سیاسی و زندانیان بیمار و آرم کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در واقع روی تمام عکس ها بود، چون مشخص شده بود که در واقع ما از چه کمیته‌ای داریم این فعالیت رو انجام میدیم. و جالب این بود که خیلی مردم در واقع اومده بودن و خیلی اعتراض خیلی خوبی بودش، من خودم شخصا خیلی راضی بودم. و در این اعتراض ما دو سخنران داشتیم، خانم مهین علیپور که ایشون هم از فعالین کمیته مبارزه برای آزادی زندان سیاسی هستن، ایشون فعال در واقع سخنرانی به زبان سوئدی و فارسی کردن، به اضافه خانم اندیشه علی شاهی ایشون هم به همین شکل. و در واقع وضعیت اسفبار زندانیان سیاسی و بالاخص زندانیان بیماری که بدون دارو و درمان در زندانهای ایران هستن را ایشون به زبان فارسی و سوئدی واقع برای مردمی که اونجا جمع شده بودن و مخصوصا سوئدی زبانهایی که فارسی نمیدونستن برای اونا جالب شده بود، چون که اونا اومده بودن و خیلی سوال میکردن. و این دوستای ما در واقع این برنامه های مسائل چیزهایی که کلن الان تو جامعه ما در رابطه با مسئله زندانیان بیمار وجود داره ایشون توضیح دادن. و بعد از اون هم خیلی ها از کسایی که حداقل اونجا بودن اومده بودن سوال میکردن میپرسیدن و ما بهشون اطلاعات میدادیم و دو سه مورد از این دوستان خواستن در واقع با ما یه جوری همکاری بکنن که ما شماره آدرسشون رو گرفتیم که در اسرع وقت این کار خواهیم کرد. و در رابطه با همین موضوع در واقع یه دو روز سه روز بعد، روز 19 دسامبر بود که خانم مهین علیپور و یکی از دوستان دیگرمون به نام فرامرز قربانی، ایشون از کمپین بین‌المللی همبستگی با کارگران ایران هستن، که ایشون در واقع یک ملاقاتی با آقای اگه اشتباه نکنم لونگ‌بویست، بله آقای لونگ‌بویست از در واقع بخش وزارت خارجه اینجا یعنی سوئد هستش، که این آقا در واقع مسئولیتشون در رابطه با قسمت خاورمیانه و شمال اروپا هستش، که این دوستانمون رفتن محل کارشون و در رابطه با این موضوع صحبت کردن. و خانم مهین علیپور توضیح دادن که محروم کردن زندانیان و اعدام خاموش این زندانیان که در واقع هیچ کسی از وضعیت اعدام اینها خیلی اوقات اصلا نمیدونن، حتی از خانواده هاشون و وکلای این عزیزان اصلا اطلاع از در واقع کشته شدنشون ندارن، اینها توضیح داده. اضافه در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران و وضعیت زندانیانی که در واقع دارو و درمان ندارن و مسئولین زندان هیچ گونه توجهی به این عزیزان ندارن و هیچ نوع امکانات پزشکی و درمانی برای این زندانیان ندارن، که در واقع این عزیزان خیلی در فشار و سختی هستن که دارن داخل زندان زندگی میکنن، ولی حتی اجازه این که یه مرخصی چند روزه یا یک هفته بهشون بدن که شاید از این طریق بتونن به پزشکی مراجعه کنن باز هم ندارن. ولی از اون طرف هم آقای فرامرز قربانی در رابطه با وضعیت کارگران زندانی و وضعیت دستگیری و شکنجه شدنشون و اعدام شدنشون در واقع توضیح دادن. و از لحاظ جسمی و اون شرایطی که کلا الان این زندانیان دارن نیمه بیشتر برای این آقا دوستین توضیح دادن. و آقای لونگ‌بویست ایشون هم چون یه چند هفته پیش هم در واقع یه ملاقاتی داشتن با آقای لاریجانی که خودشون هم گفتن که اتفاقا ما اونجا هم یه صحبتی تقریبا کلی در رابطه با وضعیت حقوق نقض حقوق بشر در ایران صحبت کردیم و گفتن که ما از این مسائل و اعدام‌های خاموش و وضعیت زندانیانی که بیمار هستن و دارو درمان ندارن ما اطلاع داریم. و در واقع در این نشستی که با این دو عزیزمون داشتن نتیجه اینطوری شد که اینها بخوان این مسئله رو در واقع با مسئولین داخل ایران در میون بذارن و در واقع جلوی این مسائل و اتفاقها و در واقع نقض حقوق بشر که در رابطه با زندانیان سیاسی و زندانیان بیمار و
اینا وجود داره بتونن بگیرن و در واقع یک کمکی بکنن. و در واقع در نهایت این آقا خیلی تشکر کردن و خیلی براشون جالب بود که این اتفاق افتاد و از اینکه کمیته‌ای به نام کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی وجود داره و خیلی براش در واقع خوشایند بود که این اتفاق افتاد. کسایی هستن که میان در رابطه با این مسئله صحبت میکنن و در واقع این مسائل رو میارن توی جامعه، توی جامعه سوئد و جامعه غیر از ایران که تو حالا هر کجای دنیا هستیم میارن و صحبت میکنن. و این شخصا من خودم برای من خیلی جالبه چون توی این قضیه در واقع یه جورایی بودم، آشنا هستم با این برنامه‌ها و اتفاقاتی که میفته، ملاقات‌هایی که با افراد مهم داخل کشور سوئد ما داریم در رابطه با مسائل مختلف و از جمله مسئله زندانی سیاسی. و جالب هستش که اینا خیلی در واقع به قول معروف چی میگن، جدیدن خیلی دارن خودشونو نشون میدن، خیلی میخوان مثلا بتونن با ما همکاری بکنن چون وضعیت ایران رو واقعا میبینن که وضعیت خیلی خوبی نداره، وضعیت نقض حقوق بشر ایران هم وحشتناک بالا هستش. من فقط خواستم همین رو خدمتتون عرض بکنم و نمیتونم دیگه زیاد، نمیدونم برنامه رادیو هستش زیاد وقتتون گرفته میشه. فقط خواستم تشکر کنم بابت برنامه خوبی که دارید، مرسی. و من فقط خواستم از تمام دوستان که تکنا صدای منو میشنون توی این برنامه ها بیان شرکت کنن، بیان خودشون یه مقدار دخیل کنن و از وضعیت داخل ایران، چون وضعیت خیلی خوبی واقعیتش نداریم، زندانیانی که هزار یک جور مشکلات و مریضی دارن، هیچ گونه درمان و هیچ گونه پزشک، هیچ کسی نیست، یعنی هیچ کسی به حال مسئولیت این قضیه رو به عهده نمیگیره، کمکشون نمیکنه و ما فقط با مبارزه و تلاش و همبستگی خودمون میتونیم این کمک رو بهشون بکنیم و در واقع شرایط رو بهتر از اون چیزی که میخواییم حداقل بتونیم تغییر بدیم با مبارزه. تشکر میکنم بدا عزیز، خیلی ممنونم، خیلی ممنون. خیلی ممنون، تشکر میکنم از گزارش خیلی ممنون. مفصلتون خیلی تشکر میکنم از تماستون. مرسی که به من وقت دادید، خیلی ممنون. خوش چون ما یه مقدار صحبت کردیم ولی خب خیلی مفصلتر از ودا شنیدیم از سوئد. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. با سلام و شب بخیر خانم احدی عزیز، خانم محبوبی عزیز، سلام میکنم خدمت شما. من آقای مرادی سلام میکنم. آقای مرادی میشناسمتون، صداتون رو یه مقدار تشخیص دادم ولی مطمئن نبودم. خیلی خوش اومدین به برنامه بون. همین الان من چند لحظه پیش نامه زانیار رو خوندم. بفرمایین. قبل از چیز دستتون در نکنه به خاطر مسئله نامه، منم خودم نامه رو دیدم، نامه ای که پر از درد و رنج. وضعیت زانیار همونطور که میدونید در نامشون به یه سری مسئله، خاطرات کودکانش و نبودن پدر و مادر رو سرش، واقعا دلتنگیایی رو براش به وجود آورده که این نگرانی هر پدر و مادر یه برای دوری فرزندش، بخصوص مسئله زانیار واقعا فرق میکنه که مسئله در حال حاضر حکم اعدام، زیر حکم اعدام و از انتظار اعدام او شدت میگیره و با وضعیتی که زانیار براش فراهم کردن در رابطه با مسئله شکنجه هایی که متحمل شده، در رنج و عذاب زیادی بسر میبره و هنگام دستگیریش هم که خودتون میدونید زانیار کمتر از 18 سال سن داشت، این بر نتونسته به حدی به اون صورتی مثل بقیه زندانیای دیگه سایه پدر و مادر رو سرش بشینه و این بیشتر ما رو نگران کرده. و این نامه ای که من حالا خوندم، من رو اینترنت نامه رو خوندم، متاسفانه دیر رسیدم خونه، ما رو نگران کرده و از تمامی فعالین حقوق بشری، از سازمان ها، نهادهای حقوق بشری، سازمان عفو بین الملل عزانه درخواست میکنیم که در رابطه با وضعیت جسمی زانیار و لقمان و بقیه زندانیان هم بیشتر احساس مسئولیت کنن.
آقای مرادی، یه مقدار در رابطه با وضعیت جسمیشون اگه میشه بیشتر صحبت کنین که بینندگانمون اطلاع داشته باشن. طبعا ما از طریق همین کمپین نگذارید قلبشان از تپش باز ایستد مرتبا صحبت، ولی آخرین خبر یکی وضعیت جسمیشون چی هستش؟ اگه شما لطف کنین بگین ممنون میشم. اگر هر کسی یه بار رنجنامه های که اخیراً قبلاً توسط زانیار و لقمان منتشر بیرون داده شده و منتشر شده، هر کسی این رنجنامه رو خونده باشه میدونه اینا چطور قربانی دسیسه ها سلطه های جمهوری اسلامی قرار گرفتن. متاسفانه به کثیف‌ترین شیوه و ابتدایی‌ترین شیوه اونا را شکنجه کردن، اونا را وادار به اعتراف ساختگی علیه خودشون کردن. جمهوری اسلامی با کاربردستان از جمهوری اسلامی حالا خودشون معترفن که عوامل خودشون در این ترورها دست داشته، ولی متاسفانه به هر صورتی بوده میخوان زانیار و لقمان رو قربانی کنن. خود امام جمعه هم میدونه، امام جمعه ادعا میکنه که مثلا میگه من پیش نمازم نماز میخونم، روزه میگیرم، مسلمانم. آیا واقعا این گناه نیست که این دو بچه مظلوم و قربانی سیاست های غلط حاکمان جمهوری اسلامی میکنه؟ آیا واقعا این واسه کسی که میگه یه رسالت دینی به عهده دارم خودشو مسلمان میدونه شرم نمیکنه که این دو بچه مظلوم و بودن 5 سال بدون ملاقات، بدون وکیل و در بدترین و کثیف‌ترین شرایط قرار داده؟ زانیار حدوداً بعد از اینکه از زندان اطلاعات آوردنش بیرون در وضعیت بدیه، تا حالا یه عمل جراحی روش صورت گرفته، حالا هم داریم آماده کاری میکنیم که عمل دوم براش فراهم بشه، اونم با فشار افکار عمومی و نهادهای سیاسی و حقوقی که علیه نظام فشار آوردن مجبور بودن درخواست مسئله عمل جراحی ستون فقرات توسط شکنجه‌گران اطلاعات قبلا شکسته شده و الان عفونت کرده و در وضعیت بدی به سر میبره داره زندگی میکنه. این بچه تا چه حد میتونه متحمل این همه درد و رنج باشه؟ من از تلویزیون شما این درخواست رو از امام جمعه دارم. بارها و بارها گفتن یک بار در زندگی صداقت داشته باشه، خودشو درگیر کثافتکاری های کاربردستان اداره اطلاعات نکنه. عوامل خودشون این زنجیره ترورها رو انجام دادن، حدوداً 345 نفر رو ترور کردن به ادعای خود جمهوری اسلامی که خودشون اعتراف کردن به این زنجیره ترورها که علیه که در کردستان و منطقه مریوان صورت گرفته. ولی با همونطور که زانیار در رنجنامش اشاره کرده، به خاطر اینکه تن به خواستهایشون نداده، که به فرض یکی از دلایلشون که زانیار رو نگهداری کردن و من فایل صوتی خود اداره اطلاعاتم دارم که به من تلفن کردن درخواست گفتن ما زانیار رو آزاد میکنیم به شرطی که بتونید با ما همکاری کنید. این واقعا ننگه برای جمهوری اسلامی است به عنوان گروگانگیری زانیار رو گرفته و 5 سال بدون دلیل و بدون هیچ مدرکی زانیار و لقمان رو گرفته با توجه به اینکه خودشون میدونن که این ترورها رو چه کسی کرده. و خود امام جمعه هم تو این توطئه جمهوری اسلامی دارش خودشو متهم میکنه و شریک جرم کاربردستان اداره اطلاعات و امنیتی کردستان میکنه. و این من فقط درخواستم از نهادهای حقوق بشری اینه که درخواست کنن که تجدید نظری در رابطه با وضعیت زانیار صورت بگیره، در رابطه با وضعیت لقمان صورت بگیره، که به هر صورتی بوده این دو بچه بیگناه بیشتر از این در رنج و عذاب نباشن. 5 سال بدون هیچ دلیل این دو بچه مظلوم رو گرفتن
جای نگرانیه. من واقعا میدونم، منم با زمانی که نامه رو میخوندم به شما فکر میکردم، به مادرشون، که چه احساسی داریم وقتی نامه رو بینیم. و امیدواریم همونطور که تا حالا مردم جلو افتادن، اعتراض کردن، این رو ادامه بدیم تا این بچه ها آزاد بشن. آقای مرادی اگر نکته‌ای دارین بفرمایید، من سوالی خدمتتون ندارم. در رابطه خانم محبوبی، در رابطه با این وضعیتی که جمهوری اسلامی برای خانوادهان نگران فراهم میکنه برای خانواده زندانی، اما دیگه با این درد و رنجی که جمهوری اسلامی به هر صورتی بوده، مثل گروگان بچه ها رو گرفته، عادت کردیم با این درد و رنجا سالهاست میسازیم. و من از شما و از تمام همکارانتون نهایت تشکر میکنم که واقعا صدای زانیار و لقمان و بقیه زندانیان بودید، نگرانی های بیشتر از من نگران بودید. مثلا دو روز سه روز پیش من خانواده رو دیدم که به خاطر ملاقات کوتاهی که با بچه هاشون داشته باشن، متاسفانه جانشون رو فدا کردن. خانواده ای رو میشناسن که سالها نتونستن بچه هاشون رو در زندان های تبعید در خارج از کردستان که نگهداری میشن در مناطق دور دست و دور افتاده، نتونستن ملاقات کنن. اینا دیگه جمهوری اسلامی واقعا بیشرمی خودش رو از حد گذرانده در رابطه با این گروگانگیری، در رابطه با زندانیان. هیچ چیزی رو نداره غیر فشار روی زندانیان نباشه. در هر جایی که فشار افکار عمومی و بین المللی روش قرار میگیره، فقط فشارش رو روی زندانیان بیشتر میکنه. و با اومدن به اصلاح جناهایی که هر وعده های دروغ رو به مردم میدن، به جای اینکه وضع بهتر بشه متاسفانه بدترم شده. قبلا هفته ای اگر 10 نفر اعدام میشد، حالا هفته ای 30-40 نفر اعدام میشه. این جای نگرانیه. متاسفانه اروپا و امریکا در دنبال منافعات شخصی خودشونن، اصلا نگران وضعیت زندانیان سیاسی یا نقض حقوق بشر تو ایران نیستن. من از مثل پدر زندانی، از تمامی نهادهای حقوق بشری، از سازمانها، فعالین سیاسی، انسانهای آزاداندیش درخواست میکنم که به هر صورتی بوده صدای زندانیان باشن. و امیدوارم تمامی زندانیان سیاسی و مدنی آزاد بشن. آرزوی آزادی برای تمامی زندانیان رو میکنم. خیلی ازتون تشکر میکنم آقای مرادی، و ما طبعا ادامه میدیم به اعتراضمون، در کنارتون هستیم و امیدواریم، من همیشه میگم یه روزی با شما صحبت بکنم، بیایم به ما بگین که زانیار و لقمان آزاد شدن. ازتون خیلی تشکر میکنم که اومدین و صحبت کردین. منم از شما و از بقیه همکارانتون نهایت تشکر میکنم و سپاسگزارم. بله بینندگان عزیز، یک نمونه دیگه از پدری که واقعا با خوندن نامه فرزندش گفت نگران شده. کسی نمیتونه، کسی که حتی یه ذره حس انسانی داشته باشه، اون نامه رو وقتی میخونه تحت تاثیر قرار نگیره. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام میکنم، بفرمایید، خوش اومدیم به برنامه‌مون. من درود میفرستم به تمام زندانیان سیاسی. به هر حال اونا انسان‌های شجاع، دانا و جسورتر از بقیه بودن، که علی‌رغم اینکه به اصطلاح میدونستن و میدونستن که به اصطلاح خطرات وجود داره، وقتی دیدم که دزدا به خونه حمله کردن و رخنه کردن و دارن مال و منال مردم میبرن، دارن فقر و فلاکت به سفره‌های مردم وارد میکنن، به هر حال با اونا جنگیدن و ساکت ننشستن و اسیر شدن، در حقیقت اسیر شدن. ما خب خیلی کارا میتونیم انجام بدیم، ما مردمی که اینا در حقیقت به خاطر ما الان اونا تو زندانن، یعنی به خاطر اینکه ما در رفاه باشیم، به خاطر که ما آسایش داشته باشیم. اگر الان نمیدونم 4 تا نون تو سفره ماست، به خاطر اینکه اینا تو زندانن، به خاطر اینکه اینا دارن اعدام میشن.
اگر اینا هم مثل ما میخواستن به اصطلاح کنار بشینن، مطمئن باشید 100%، 1000%، نه 100%، همین 4 تا نون شده بود نصف نون. و این یک وظیفه ای به گردن ما مردم میندازه. خب مسلما همه مثل اونا شجاع نیستن، همه مثل اونا واقعیت باید قبول کنید، همه مثل اونا دانا نیستن، همه مثل اونا جسارت ندارن، خب همه مثل اونا این احساسات انسانی و پاک رو ندارن، ولی حتی بدترین آدم ها به یه اندازه این احساسات داره، کم خفیف، هر کسی به همون اندازه که این احساس رو داره به همون اندازه باید احساس مسئولیت کنه نسبت به اونایی که هم تو زندان هستن. الان من دارم با شما صحبت میکنم، من خودم یه نماینده کارگر هستم، به هر حال هر جای هر صدایی باشه، اولین کسی که بخواد هر ظلمی باشه تو محیط اطرافم، چه تو محلم چه تو کار، اولین کسی که پا میشه و حمایت میکنه از اون کسی که ظلم برش واقع شده و تو دهن اون کسی میزنه که داره ظلم میکنه من هستم. خب ممکنه فردا منو بگیرن ببرن زندان و تیکه تیکه هم کنن. من برای خودم ببخش من برای خودم ناراحت نیستم، ولی فکر میکنم من نوناور خانواده هستم، تنها ناراحتی فقط خانواده من چونشونه میده، چی بالا سرشونه، چی بچه‌م اگه مریض شد میبرتش دکتر. هم این خیلی مهمه برای من که دارم اونجا تیکه تیکه میکنم. فکر میکنی الان اون کسی که مادرش و خواهرش، مادرش و زنش ببخشید بعد از دیدن خودش رفتن بیرون و مردن، اون دیگه فکر میکنه دیگه زنده معنی داره زندگی؟ ای کاش که ادامش کنن، چون من میدونم اون اگر وقتی که بزن مادرش و خواهرش بعد از دیدن اون اومدن و کشته شدن، یعنی هر ثانیه براش مثل مرگ میمونه. من خودم میذارم جون اون، من آقا من الان امکان داره همین فردا بیان منو بگیرن ببرم گور پدرشون، من یک کام نمیتونن از دهن من بکشن حتی اگه تیکه تیکم کنن، ولی من دارم میگم وقتی من نوناور خانواده هستم، وقتی من دارم کار میکنم به زور دارم نونشون رو میدم، خب وقتی من رفتم سرنوشتشون چی میشه؟ چی مسئولیت اونا رو به عهده میگیره؟ الان که اینا رفتن زندان، آیا مسئولیت زندگی خانواده اونا، آیا مسئولیت رفع نیازمندی هاشون آیا با ما نیست؟ ما زورمون ما قدرتمون در کثرتمونه، در اتحادمونه، در تعدادمونه. ما اگر 1000 نفر جمع بشیم، نفری 10,000 تومان بخوایم یه صندوقی تشکیل بدیم کمک کنیم، این میشه 10,000,000 تومان. بعد این کار کنیم. من پیشنهاد میکنم، من وقتتون نمیخوام بگیرم، من پیشنهاد میکنم میگم ما باید یه صندوقی تشکیل بدیم و این صندوق رو کمک کنید به این به خانوادهایی که نیازمندن و بچه‌هاشون تو زندانه. من همین رو میخوام بگم فقط. خیلی ممنون، خیلی خیلی ممنون دوست عزیز، خیلی نکات جالب و خوبی اشاره کردین. واقعا تشکر میکنم که اومدین با دخالتتون صحبتاتون کردین. یکی دو مورد خیلی واقعا بیان کردین، خیلی واقعیه. نگرانی زندانی سیاسی که در داخل زندانه، نگرانی یکی مثل بهنام ابراهیم زاده که بچهش به سرطان مبتلاست، کی قراره پول داروشو بده؟ برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. سلام خانم محبوبی. سلام میکنم، خوش اومدیم به برنامه‌مون. خسته نباشید خانم محبوبی. من تماس گرفتم اولا که علیه این اعدام‌هایی که تونتون دارن، یعنی روحانی اومده در تانتان اعدام میکنه که بعد از یه مدت که دیگه زندونا واقعا خودش وعده داد، گفت زندونای ما رو خالی میکنه، اومد که وعده هاشو عملی کنه، اومد اعدام کنه. بله هستین رو خط تلفن؟ بله. شما فکر میکنین چجوری میشه از زندانیان سیاسی
وسیع تر حمایت کرد و یا یک مجموعه است، حمایت از زندانیان سیاسی و مبارزه علیه اعدام در واقع یک عرصه است، یا یکی از این بینندگان اومدن گفتن که حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی، پیشنهاد دادن کمک صندوق کمک مالی بذاریم براشون، چجوری میخوایم این اطمینان رو به زندانی سیاسی بدیم که خانواده‌اش مورد حمایت هستش خارج از زندان. شما چی فکر میکنین در این رابطه؟ پیشنهادتون چیه؟ چیزی به نظرتون میاد؟ من فکر میکنم که مردم که توی ایران دارن زندگی میکنن حداقل این خانواده ها رو بشناسن، شناسایی کنن و مثلا که اونا احساس تنهایی نکنن، بدونن که تنها نیستن. از نظر مالی هم واقعا اونا مشکل دارن، توی زندان رفتن و خرج دادن و این چیز راحت و آسونی نیست که بخوان، اینقدر سختگیری میکنن، همون هزینه رفت و آمد و از این ارگان به اون ارگان و از این وکیل به اون وکیل رفتن و اینقدر سختگیری هست که هزینه ها خیلی بالاست، هزینه ها خیلی زیاده. واقعا نیاز دارن خانواده های زندانیان سیاسی. بله صدای منو دارین؟ بله عزم، صدا تو داریم، صدا کاملا خیلی واضح هستش. خیلی ممنون. بفرمایید نکته‌ای داریم؟ فقط می‌خواستم بگم که مردم ایران آگاهن. روحانی و ظریف و این در و دستکی که راه انداختن، اینا همه بدونن مردم ایران آگاهانه دارن به همه مسائل با چشم باز نگاه میکنن. زندان‌هایی که دارین خالی میکنین، به قول خودتون وعده دادین دارین خالی میکنین زندان‌ها رو، دارین اعدام‌ها رو تونتون انجام میدین که دیگه اعدامی وجود نداشته باشه، بعداً اعدام بکنید. تا یه مدت بخوان مردم و سازمان‌ها رو گول بزنین، بگین دیگه ما اعدام نمی‌کنیم، این رکوردی که دارین می‌زنید ثبت میشه در دولت تو روحانی، در دولت تو داره ثبت میشه. اینو بدونید، مردم ایران آگاهانه از هر مکان، از هر جا دارن نگاه میکنن و میبینن جنایت‌های خاموش و روشن جمهوری اسلامی رو. خیلی تشکر میکنم دوست عزیز از تماستون و از نکاتی که صحبت کردید. خواهش میکنم موفق باشید. به امید آزادی ایران، به امید این که یه ایرانی آزاد هموطنانمون واقعا توی اون شرایط سخت، اونهایی که برای آزادی ایران مبارزه میکنن، یه روز ایران آزاد بشه و از این همه جنایت خسته شدیم همگی، بریم و به آزادی و زندگی انسانی و حقیقی برسیم. خیلی ممنون. بله دوست عزیز، خیلی ممنون از تماستون. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. سلام، خسته نباشید. خیلی ممنون، بفرمایید. خسته نباشید. میگم به شما خانم شیوا مروی، من تذکر میگم به خانواده آقای پیمان عارفی و من از اینجا همدستی خود را با خانواده های زندانیان سیاسی و کارگران زندانی به خصوص آقای رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده اعلام می‌دارم. امیدوارم که این پسر بهنام هر چه زودتر مرضی به او پیدا کنه. با تشکر خدا. خیلی ممنون، تشکر از پیام همبستگیتون دوست عزیز. و بله، نکات خوبی اشاره شد، مخصوصا این دوستمون که در رابطه با صندوق کمک مالی به خانواده های زندانیان سیاسی صحبت کردن. ایده خیلی خوبی هستش، خیلی وقتا در حتی محله مختلف این کار رو کردن در رابطه با اقشار دیگه جامعه. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. عزیز قد شدین، مجدداً تماس بگیرین. ایده خیلی خوبیه، چون واقعا نکته درست رو گفتین. زندانی که در زندان هستش و نونآور خانواده هستش، شکنجه، فشار زندان، همه اینها تحمل میکنه، خودش هستش تحمل میکنه، ولی فکر این که بچهش، خانوادهش چجوری دارن زندگی میکنن تو اون گرونی که هستش، هیچ حمایتی وجود نداره، اون بیشتر از همه شکنجهش میکنه. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. دوست عزیز، بله، رو خط تلفن هستیم، بفرمایید. صدای من با تأخیر پخش میشه، شما لطف کنین صحبت بکنین، به تلویزیون توجه نکنین. دوست عزیز دوباره تماس بگیرین. ازتون خواهش میکنم اگر میخواین تلفن بزنین، اصلا به تلویزیون یا اینترنتتون نگاه نکنین، صدا و تصویر من با تأخیر پخش میشه.
برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. سلام، خسته نباشید. خیلی ممنون، بفرمایید. باز میخوام، من گفتم نمیتونم بگم چه تسلیت میگم، اتفاقا افتخار میکنم به این که همچین آدمایی توی این جامعه هست و غیرته میکنمشون و بعضی وقتا میگم که ای کاش بهشون واقعا افتخار میکنم. اون دوست عزیز راست میگفت، اونا شجاع‌ترین ها بودن و خواهند موند، قاعدتا خواهند موند، اسم شیوه رفتارشون در ذهن ما خواهند موند. فقط زنگ زدم که اون الان صدای من رو نمیشنون، ولی بدونن که من یکی از 75 میلیون نفر آدمی هست که ازشون حمایت میکنم و ازشون دفاع میکنم و بدونن که در این مملکت هستن آدمایی که به فکرش کنن، به یادشونن، اونا ما رو نشناسن، ما اونها رو میشناسیم و امیدیم به روزی که عوض بیاد که ما هم چون اونای آزادی اندیشه برای اینکه ما آزاد باشیم مبارزه کرد، به خاطر اینکه جامعه‌ای داشته باشیم که اون جامعه حداقل رفاه خودی رو به دست بیاره، حداقل آزادی‌های اجتماعی رو داشته باشیم. فقط به خاطر همین زنگ زدن که بدونن، اونهاشون بدونن که تنها نیستن، شاید ما دیدشیم ولی مطمئن باشن که هستن. من فقط نمونه کوچیکی هستم از میلیون‌ها آدمی که این جامعه از اونا حمایت میکنه و اگه سوالی دارید من در خدمت هم میتونم جواب بدم. ازتون خیلی تشکر میکنم و همین حضور شما، در واقع شاید شما هم ندونین ولی خیلی از خانواده هاش صدای شما رو میشنون و اون دلگرمی رو میگیرن که همونطور که خودتون گفتین تعداد زیادی در واقع به یادشون هستن. خیلی تشکر میکنم از تماستون. بله بینندگان عزیز، واقعا کسانی که اینجا زنگ میزنن شاید بگم یه قطره از یه دریایی هستن که قلبشون با خانواده های زندانیان سیاسی هستش. مرگ همسر و مادر پیمان عارفی طبعا برای خانوادهش غیر قابل تحمله، اما تک تک کسانی رو که این خبر رو شنیدن متأثر کرده و حتی میتونین از کسانی هم که زنگ میزنن این رو متوجه بشین و تعداد خیلی زیادی که در واقع میخوان زنگ بزنن ولی وصل میشن، تعداد زیادی که همین حالا دارن برنامه رو نگاه میکنن، تعداد زیادی که این خبر رو شنیدن و تأثر دارن از اینکه همچین اتفاقی برای خانواده پیمان عارفی اتفاق افتاده. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. سلام علیکم. سلام میکنم. الو. الو، صداتون هست، لطفاً به تلویزیون توجه نکنین، بفرمایید. جام؟ بفرمایید صحبت بکنین. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون، بفرمایید. شما برای حمایت از زندانیان سیاسی چه پیشنهادی دارین؟ بله، قطع شد. اما حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی چه جوری میشه این کارو کرد؟ برای کسانی که چه در داخل ایران هستن چه خارج از ایران چگونه میشه از این خانواده ها حمایت کرد؟ یکی از دوستان گفتن صندوق کمک مالی به این خانواده ها. چه کار دیگه میشه کرد؟ دوست عزیز شما رو خط هستیم، بفرمایید صحبت بکنید. الو، لطفاً به تلویزیون من مجبورم قطع بکنم با پوزش. شما خواهشاً به تلویزیون توجه نکنید، این رو ما بارها گفتیم، چون اینجوری وقت تلف میشه، حدود 25 دقیقه فقط از برنامه مونده و امیدواریم بتونیم تعداد بیشتری از عزیزانی که تلاش میکنن تماس بگیرن اما رو خط نمیتونن بیان بتونن زنگ بزنن، پیام همبستگیشون رو برای بیننده خانواده های زندانیان سیاسی بدن. ببینین، حتی اگر یکی همین حالا پدر زانیار اومد و صحبت کرد، گفت نامه زانیار رو که خونده نگران شده، نگران فرزندش شده که در رابطه با خاطراتش صحبت کرده، برای یک پدر چقدر زجرآوره، داره نامه بچهش رو میخونه که دلتنگیاش رو میخونه ولی هیچ کاری نمیتونه، هیچ کار شخصی که بره فرزندش رو در آغوش بگیره نمیکنه. نه تنها اون، بلکه جمهوری اسلامی زندگی خود اون رو هم مورد تهدید قرار داده. و واقعا چه چیزی، چه هدیه‌ای بزرگتر از این که صدای تک تک شما رو بشنون؟ مهم نیست همدیگر رو شخصا نمیشناسیم، ولی اینکه
یکی از این عزیزان میاد میگه که من یه نمونه از اون 75 میلیون آدم هستم که قلبم برای این زندانیان میزنه، حمایت میکنن و فقط بدونن که تنها نیستن، بدونن که ما به فکرشونیم، بدونن که متأثر میشیم از اخباری که میشنویم، بدونن که بخشی از اون مبارزه هستیم. و به همین دلیل مهم هست که شما عزیزان هر برنامه‌ای در رابطه با زندانیان سیاسی میشه، حالا ما این برنامه رو مشخصاً از خیلی وقت پیش تمرکز دادیم فقط رو زندانیان سیاسی، چرا که میخوایم که این برنامه ویژه این زندانیان باشه و بارها اومدن صحبت کردن که چرا در مورد موضوعات دیگه صحبت نمی‌کنیم، اما من فکر می‌کنم زندانیان سیاسی واقعا لایق و شایسته بیشترین توجه ها و احترام ها هستن و از جمله خانواده هاشون، و برای همین تلاشمون اینه این دو ساعته رو صرفا رو اونا تمرکز بکنیم و این اطمینان رو به زندانیان بدیم که نامه‌ای که شما می‌نویسیم ما از اینجا می‌خونیم، پخشش می‌کنیم، ترجمه میشه، به جاهای مختلف فرستاده میشه و این ارتباطشون رو با ما، با من، با شما، با دیگران حفظ میکنیم. و من فکر میکنم اگر هر کدوم از ما سعی کنیم صدای یک زندانی سیاسی باشیم، صدای این زندانی سیاسی به معنی عملیش، به معنی واقعیش، صداشو به سازمان‌های جهانی برسونیم، تو تظاهرات‌ها شرکت بکنیم، دست به سازمانده تظاهرات‌ها بزنیم، خانواده‌هاشون رو مورد حمایت قرار میدیم. خانواده یکی مثل پیمان عارفی واقعا شایسته این هستش که تک تک کسانی که میتونن ازشون حمایت کنن. خیلی از شما شاید اونجا نیستین، نمیتونین، ولی از طریق همین برنامه میتونین پیام همبستگی بدین، از طریق فیسبوک ما میتونین پیام همبستگی بدین. و من فکر میکنم من بازم دوباره میرم روی این ایده این دوستمون که بنظرم من خیلی خوب بود که گفتین صندوق کمک مالی به خانواده ها. خیلی وقتا تو محیط های کارگری صندوق های کمک مالی درست میکنن که بتونن همدیگر رو کمک کنن، اگر کارگری اخراج میشه، اگر احتیاج به پول داره. در جاهای مختلف این کارو کردن، در میان مقشار مختلف جامعه این کارو کردن و من فکر میکنم این رو باید یه سنت بذاریم که صندوق حمایت از زندان خونواده زندانیان سیاسی که بشه در سراسر دنیا هر کسی که میخواد کمک مالی کنه به این صندوق که خیلی مشخص هستش واریز بشه و خونواده زندانی سیاسی بتونه این حمایت رو بگیره. در این حال حمایت روح، حمایت پشتیبانی در واقع هم مالی و هم روحی ما، حمایتی که از این خانواده ها میکنیم، سر زدن بهشون، روحیه دادن بهشون و اینکه تنها نیستن و اینکه بهشون خاطر نشان کنیم در سراسر دنیا، واقعا هرگز در طول 34 سال گذشته هرگز مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی به این شدت نبوده. سالها پیش هرگز شاید به فکرمونم نمی‌رسید بیایم نامه زندانی رو از زندان صحبت کنیم، با خانواده زندانی صحبت کنیم، اخبار زندانیان سیاسی رو روزانه دریافت بکنیم. و این موفقیت جنبش ماست و این موفقیت جنبش علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی هستش و این موفقیت ماست در مقابل با در مقابل جمهوری اسلامی و به زانو درآوردنش. واقعا پدر زانیار زمانی که صحبت میکرد من به این فکر میکردم، هر کسی که به قول اون میگه، به قول پدر زانیار میگه، هر کسی که نامه های زانیار رو خونده باشه، همین نامه آخرش رو که من خدمتتون خوندم، هر کسی که حتی یک ذره انسانیت توش باشه واقعا قلبش به درد میاد و فکر میکنه که چجوری من میتونم یه بچه رو توی زندان نگه دارم و با آرزوهاش شب و روز رو سپری بکنه و نمیدونه به قول خودش تا کی این آرزوها رو میتونه، این افکار و این خاطره هاش رو میتونه ادامه بده. و انسانی تر از اون که ما در مورد انسانیت کسانی حرف میزنیم که دست به مبارزه زدن تو زندانن، زانیار اینقدر انسانیت داره که حتی تو نامه‌ای که نوشته میگه که من پوزش میخوام اگر شما رو اذیت میکنم با صحبتام. واقعا بزرگواری این انسان ها و اینکه حتی به جای رسیده که خود زندانی تماس میگیره از اون یکی زندانی حمایت میکنه، دیگه این وجود نداره من زندانی سیاسی هم فقط از زندانی سیاسی حمایت میکنم. اگر میدونه زندانی عادی مورد شکنجه و در واقع میکشنش، سریعا سعی میکنه خبرش رو منتقل بکنه. این عظمته، این واقعا عظمت کار ماست و عظمت مبارزه‌ای که میکنیم و وجود تک تک شما عزیزان
حتما تماس بگیریم. من نمیخوام با صحبتام مختل کنم زنگ زدن شما رو، ولی حتما تماس بگیرین، پیام همبستگیتون رو بفرستین، راهکارها رو صحبت بکنیم. این برنامه همیشه من اشاره کردم یک برنامه صرفا خبری نیست، یک برنامه نیست، درست صدای زندانی هستیم صحبت میکنیم، ولی یک برنامه است که راهکارها رو پیدا بکنیم، یک برنامه‌ای که ما بتونیم دور مسئله زندانیان سیاسی سازماندهی بکنیم، در ببینیم چیکار میشه کرد، چیکار میشه کرد که این مبارزه رو پیشتر ببریم. در مورد تبعید زندانیان سیاسی، در واقع مرگ همسر و مادر پیمان عارفی، یه بار دیگه این مسئله رو مطرح کرد. جمهوری اسلامی زندانی سیاسی رو تبعید میکنه و حتی پدر زانیار هم اشاره کردن که عملا خونواده‌ای که تو شهرهای مختلف هستش نمیتونه بره بچه‌ش رو ببینه، یعنی از اون طریق هم محروم میکنه زندانی رو و تمام این راهو طی میکنه با مخارج، با هزینه و تو اون گرونه‌ای که همه ما میدونیم تو ایران، میره بچه‌ش رو ببینه و میبینه که حتی از اونم محروم هستش. من اینجا حتما تلفن بزنین، حدود یه ربع از برنامه‌مون باقی مونده، فقط چند خبرم من خیلی سریع خدمتتون میگم که رسیده به دستمونی که امیر شیبانی زندانی سیاسی گفتن که به بند باز رفته است و به مرخصی میرود و گفته شده اخیراً زمانی که از ملاقات برمیگردن زندانیان مورد اذیت و آزار قرار میگیرن. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. سلام شیوای عزیز. سلام. من مریم هستم. سلام مریم مؤذن، درسته؟ بله بله. بله مریم عزیز، خواهش میکنم، شما خسته نباشید. من همین حالا خوب شد تماس گرفتیم، خدمت بینندگانمون گفتم که امیدواریم بتونین تماس بگیرین، آخرین خبر آقای بروجردی رو گفتم. مریم مؤذن بینندگان عزیز یکی از فعالین کمپین حمایت از کاظمینی بروجردی هستن. میدونم اخیراً شما در اروپا ملاقات هایی کردین با در واقع مسئولین مختلف در کشورها، اگر میشه یه مقدار برامون توضیح بدین که تو این ملاقات ها کجاها رفتین، چقدر تونستین توجه جلب بکنین و چه وعده هایی دادن، چه کار تونستن بکنن. بفرمایید مریم عزیز. بله خواهش میکنم، خیلی متشکرم فرصتی که به من دادی. صرف قبلش میخواستم هم تسلیت بگم به مناسبت به آقای عارف و همچنین همدردی و همراهی خودمون رو هم بسید با خانواده های زندانی سیاسی همچنین ابراز کنم. شیوای عزیز، این کمپینی که شما راه انداختیم، خواستم بهتون خسته نباشید بگم، کمپین نگذارید قدرشان از تپش بازیستد. ما هم اعلام همبستگی با شما کردیم و نتایج کمپینتون رو من هر دفعه که جایی تونستم برم با ارگانیزیشن های حقوق بشر تماس بگیرم، به اصطلاح اسامی زندانیان بیمار که تهیه شده بود رو با خودم بردم. برای به نظر من مثل یک گنج میمونه این کار، به خاطر اینکه نمیدونم چرا بسیاری از ارگانهای حقوق بشری به صورت درست و اصولی داکیومنت سازی نکردن، ولی این داکیومنت ها خیلی ارزشمنده. برآورد درستی از تعداد زندانیان سیاسی وجود نداره، برآورد درستی از زندانیان بیمار وجود نداره، ولی و این حمایت ها اولش نیاز به این آمارها داره. من با مقامات حقوق بشری صحبت کردم، از جمله آقای دکتر احمد شهید رو دیدم. ایشون از دیدن اسامی 91 نفر زندانی بیمار بسیار اول متعجب شدن، برایشون خیلی جالب بود و برای همکارانشون، و گفتن که حتما بررسی میکنن و حتما پیگیری میکنن و باز هم نامه نوشتن، باز هم درخواست میکنن که دیدار داشته باشن و از مقامات رژیم ایران هم خواهند خواست که هرچه سریعتر به اینها به اصطلاح درمان و دارو رو برسونن. من همچنین وضعیت آقای کاظمینی بروجردی رو بهشون گزارش دادم و آخرین پرونده های من رو به ایشون رو بردم و اسنادی که مخصوصا اخیراً خیلیشون تحت فشار قرار گرفتن و از دارو و درمان محروم هستن و مخصوصا اخیراً خیلی شدیدتر شده. هم ایشون به هر حال یک زندانی که بعد از 7 سال خورده، یعنی 8 سالش هستش که دارن سپری میکنه تو شرایط بسیار بد بهداشتی، غذایی و دارویی و تحت فشارها و شکنجه ها، خب خیلی بدنشون ضعیف شده، بیماری های مختلف دارن، مخصوصا
قلبی و تنفسی و حالا به این بیماری، به این زندانی با این شرایط دارو هم داده نشه خیلی کار غیر انسانیه. و من اونجا تاکید کردم که این رفتار با زندانیان مثل اعدام خاموش و مرگ خاموششون هست، در اصل میخوان نارو نابود کنن و باید اقدامات فوری صورت بگیره. در شهرهای مختلف با ارگان‌ها و دفاتر حقوق بشرشون تماس گرفتم، این اسنادو بهشون دادم، از جمله در هانوفر به شهردار هانوفر تحویل دادم و اون خیلی متاسف شد و گفت حتما مطالعه میکنه و پیگیری میکنه و پاسخ میده. هنوز البته پاسخی درست نکردم ولی گفت که مطمئن باشید که من نارو در نظر دارم. به سال مسئولین کانون حقوق بشر اون شهر باز به اونها هم این گزارشات رو دادم، اونها هم اعلام همکاری و همبستگی کردن. شیفای عزیز، قبل از ادامه من فقط میخواستم اینو بگم از همینجا از سلویدیان شما، همکاری سازمان های حقوق بشری که الان تعدادشون هم خیلی زیاد شده، من با اومدن به اروپا بیشتر متوجه شدم که تعدادشون خیلی زیاد هم داره میشه، خود اینجا خوشبختیه، ولی چه خوب هستش که با همدیگه همکاری و همراهی داشته باشیم. من فکر کنم خیلی زودتر نتیجه بگیریم، چون کاری که داریم ما میکنیم سر و کار با زندانیان عزیزمون داره، کسایی که واقعا وضعیتشون در حساسیت خاصی قرار داره، هم خودشون هم خانواده هاشون در فشارن. الان من شنیدم که شنوندگان شما پیشنهادات خوبی دادن، همکاری با زندانیان و خانواده های زندانیان. خب این خوب هست، اگه همه نهادهای حقوق بشری با هم همکاری کنن، مخصوصا اونایی که ایرانی هستن، حالا خیلی نتیجه بهتری خواهد داد. گزارش هاشون رو همراه کنن، یکی کنن، یه گزارش جامعی بدن، از پراکندگی به پریزن، خیلی قشنگ. من الان توی کمپینی که با شما همکاری کردیم دارم میبینم و میدونم که هرچه همکاری بیشتر باشه نتیجه بهتری خواهد. با آقای دکتر لاهیجی صحبت کردم و مدارک رو بهشون دادم، با خانم شیرین عبادی صحبت کردم و همه اونها ابراز تأسف کردن و قول دادن که بررسی میکنن و جواب میدن. یه مسئله ای که اشاره کردین، سازمان های حقوق بشر خیلی زیاد هستن و فکر میکنم شاید بخشی از کار ما و خود شما این هستش که فشار بیاریم واقعا به کسانی که میگن مدافع حقوق بشر هستن و بخوایم که چی کار میتونن بکنن در این رابطه. بله. خب من سعی کردم تا اونجا که میتونم و البته با توجه به این کشور تاریخ این مسافرت من جوری شد که مصادف شد با تعطیلات کریسمس و نزدیکشان به سال نو مسیحی، متاسفانه خیلی نتونستم، ولی تا اونجا که تونستم سعی کردم که تعداد بیشتری از مقامات رو ببینم و اونها رو متوجه کنم، چون هرچی هم گفته میشه به قول شما بازم کم هست، با وجودی که زیاد خوب گفته میشه در مورد حقوق بشر، ولی باز هم جای گفتن داره، چون هنوز عزیزان در زندان هستن. بعضی ها فکر میکنن که نمیدونم چرا حالا اینجور تفکری باید به وجود میاد، مثلا آقای بروجردی الان هشتمین ساله. خب به من یکی از این عزیزان به من گفتن، خب من گفتم، ولی الان هنوز آقای بروجردی در زندانم، اگر که یک بار گفتید یا اگر دوبار گفتید باید اینقدر ما بگیم و شماها هم بگید تا ایشون آزاد بشن یا اقدامی برای ایشون صورت بگیره. نه تنها ایشون در زندانه، بلکه شرایطشون رو به تأسف‌بارتر شدنه و رو به بهبود اصلا نیست. باید کاری کرد که تحت فشار بذاریم رژیم و حد اقل شرایط یک زندانی رو بهش بده، حقوق یک زندانی رو بهش بده، حد اقل این کسش که نیاز دسترسی به دارو داشته باشه، دسترسی به وکیل که ندادن. 7 ساله که ایشون تو بطنی شرایطه، 1 ساعت مرخصی نداشته، دارو هم بهش ندادن، ایشون رو درمان نکردن، اجازه ندادن خانواده هم برای ایشون دارو ببره. خب منظورشون چی هست؟ نباید باید تمام سازمان ها برای اینجور شرایطی همگی سرپیدا کنن، همگی اعلام کنن، تحت فشار بذارن. در حال در فکرم بقیه گزارش کردن ویژه سازمان ملل رو هم ببینم، با دفترشون ملاقات بگیرم و اسناد و مدارک رو براشون بردم. اونها هم باز قول دادن که بررسی کنن و بیانیه بدن. بعضی از مقامات و
اعضای محترم امنستی رو هم ملاقات کردم، باز هم این لیست رو بهشون دادم، همچنین پرونده های حقوق بشری که جمع آوری کرده بودم. این که کمپین ما فراجناحی باشه در مورد زندانیان خیلی مهمه. ما باید کاری کنیم که یک نکته ای رو که تو برنامه شما الان من شنیدم شیوای عزیز این بود که یکی از خانم‌ها زنگ زده و دلداریم داد، برای من خیلی جالب بود. این که خانواده زندانی خیلی قصه می‌خوره، خیلی ناراحتی می‌کشه و در رنج، حالا به خاطر هر عقیده ای همسرش، پسرش، پدرش زندانی هست، بعد دوست داره واقعا همدلی و همراهی خیلی کمک میکنه، آرامش میده به اون خانواده که ببینه مردم دیگه هم نگران هستن و دارن همراهی میکنن. اینکه کسی بیاد به خاطر عقیده کسی توهین کنه یا بگه این زندانی، خب بهتر که زندانه، ناراحت کننده است برای اون خانواده و برای خود زندانی به تبع، به خاطر اینکه این ناراحتی منتقل میشه دیگه به اون زندانی. اگر ما واقعا هدفمون یکی هست و رسیدن به شرایط بهتری در ایران به خاطر از نظر رسیدگی به مردم و رعایت حقوق بشر در ایران، بهتره در این کمپین مبارزه با هم باشیم. این کمپین آزادی زندانی سیاسی هم بعدهای مختلف داره، ما داریم تلاش میکنیم برای خودمون هم، حتی مردم ایرانی که از زندانی سیاسی داره حمایت میکنن، چون زندانی سیاسی مطالبات شخصی ندارن، اونها مطالباتشون مطالبات ماست، مطالبات شماست. اون آقایی که زنگ زده بودن و میگفتن خیلی حرفای قشنگی زدن که من نمیتونم در زندان باشم ولی زندانیان سیاسی شجاع هستن، خب این نکته هم باز توش بود. خود زندانیان سیاسی هم الان خانواده دارن، نگاه به اونا نکردن، مطالبه شخصیشون هم کنار گذاشتن، خانواده خودشون رو کنار گذاشتن، زندان هستن. خب این خیلی شجاعت کردن. ولی ما هم باید کمکشون کنیم، نه فقط کمک خانواده با صندوق مالی، بلکه حمایت‌های معنوی، حمایت‌های به این شکل که ساپورت کنیم، حمایت کنیم، نه ساکت نشینیم که هر بلای سر اونو بیارن، این مهمتر از حتی کمک مالیه. بله خیلی تشکر میکنم مریم عزیز. بفرمایید عزیز جارم. بله این حتی مهمتر از اونه، چون وقتی که فشار بیارن و ببینن که زندانی سیاسی تنها نیست، این خیلی کمک بزرگتره، چون همونجوری که گفتم مطالبات زندانی سیاسی مطالبات همه مردم، نباید بذاریم صداشون خاموش بشه به هیچ وقت، این بزرگترین حمایت. ازتون خیلی تشکر میکنم و واقعا همین سفر شما خب باعث شده تعداد هرچه بیشتری بتونن از وضعیت زندانیان محروم از دارو و درمان و کلن زندانیان سیاسی با خبر باشن. مریم عزیز تشکر میکنم، ما 5 دقیقه به برنامه‌مون مونده تموم بشه و خیلی ممنون که تونستین حضور پیدا کنین در این برنامه. امیدواریم در برنامه‌های آتی بیشتر با شما بتونیم صحبت بکنیم. خیلی ممنون. خواهش میکنم، لطف کردید، خدا نگهدار. بله بینندگان عزیز، مریم مؤذن از کمپین حمایت از کاظمینی بروجردی که در رابطه با کمپین حمایت از زندانیان سیاسی محروم از دارو و درمان هم خیلی فعال بودن این کمپین و تونستن در آمریکا با عفو بین الملل ملاقات داشته باشن، که عفو بین الملل اخیراً نامه‌ای هم در رابطه با کاظمینی بروجردی، امید کوکبی و چند نفر دیگر از زندانیان صادر کردن که خواستار این شدن که سریعاً به وضعیتشون رسیدگی بشه، آزاد بشن و از لحاظ دارو درمان مورد پشتیبانی قرار بگیرن و همینطور در جاهای مختلف. امیدواریم بتونیم با خبررسانی، با ملاقات‌های مختلف و فشار آوردن، مهمتر حتی از ملاقات‌ها، یعنی زمانی که حتی هیئتی قراره به ایران بره، قرار مذاکره‌ای باشه، اگه میلیون‌ها نفر به اینا رو واقعاً نامه بارون بکنن و فشار بهشون بیارن، اینا جرئت نمی‌کنن. همین مثال رو براتون میارم، فکر کنم یکی از دوستان بدا بود اومد و گزارش اینو داد که در ملاقات با همین وزیر امور خارجه سوئد صحبت کردن و همین نماینده وزارت خارجه سوئد گفته که در ملاقاتمون به ایران کلی در رابطه با زندگی، در رابطه با زندانیان سیاسی صحبت کردیم. یعنی واقعا شرم‌آوره، کلی صحبت کردن در حالی که هر لحظه زندانی داره شکنجه میشه، اعدام میشه، خونواده‌اش تحت بدترین فشارها هستن، اینها رفتن اونجا و کلی در رابطه با وضعیت غیر انسانی که
این زنان و مردان و کودکان و واقعا نوجوانان در اون گرفتار هستن صحبت کردن. ما در واقع با فشاری که باید بیاریم اینه که اینا جرئت نکنن کلی در موردش صحبت بکنن. اینا باید فشار بیارن بهش. و این صدایی که من میشتم، این صحبتایی که من میشتم از طریق همین برنامه که به نظر من یه قطره از یک دریاست واقعا و نماینده میلیون ها نفر هستش که از زندانی سیاسی حمایت میکنن، قلبشون برای خونواده پیمان عارفی واقعا به درد میاد وقتی میشنون که همسر و مادرشون در حالی که میمدن ملاقات کنن بعد از ملاقات در واقع هرگز نمیدونستن اون آخرین دیدارشونه، قلبشون به درد میاد، میان از اینجا تسلیت میگن، میگن شما ممکنه ما رو نشناسین ولی ما شما رو میشناسیم. و امیدواریم خونواده پیمان، خود پیمان اینها رو بشنون همین حالا و طبعا بدونن که تعداد وسیعی از مردم قلبشون با اونا هستش و در کنارشون هستن. و برنامه‌مون فقط 2 دقیقه مونده، امیدوارم در آخر برنامه بتونیم همین کلیپ جالب لالایی های زندان رو ببینین از سوی کمپین حمایت از کودکان، اسم دقیقشون هست، از کودکان والدین زندانی با هم دیگه بشنویم. و اخبار دیگه ای بود در رابطه با زندانیان سیاسی که متاسفانه وقت نشد خدمتون بخونم، ولی حتما از شما میخوام که با فیسبوک ما در تماس باشین که امیدوارم اتاق فرمان بتونن رو آدرسش رو صفحه تلویزیون بذارن. اگر فیسبوک دارین شما خودتون میتونین یک رسانه باشین، از طریق فیسبوکتون در رابطه با زندانیان صحبت بکنین. رو فیسبوکتون فقط بنویسین زندانی سیاسی با حروف لاتین، به فیسبوک ما پیوست خواهین شد و از اون طریق با ما در ارتباط باشین، اخبار زندانیان سیاسی رو برامون ارسال بکنیم، صدای زندانیان سیاسی و خونواده هاشون باشن. یک بار دیگه از صمیم قلب به خونواده پیمان عارفی تسلیت میگم و ما رو در کنار خودتون بدونین و مطمئن باشین نمیگذاریم که خونواده ها رو تحت فشار قرار بدن. فقط با مبارزمون میتونیم جون این زندانیان و خونواده هاشون رو نجات بدیم. در آخر برنامه‌مون هستیم. از توجه شما، شرکت شما در این برنامه، صحبت‌ها و نکات خیلی خوبتون و پرشورتون تشکر می‌کنم و تا برنامه آتی شب‌ها و روزهای بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. اگر در کشورهایی هستین که سال نوتون رو دارین شروع می‌کنین، براتون آرزوی موفقیت دارم در سال جدید 2014 به امید پیروزی.